إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستان کلام الله متعال. هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد. الله رو شاکریم به خاطر اینکه یک بار دیگر بر ما این فرصت رو عطا فرمود و این منت رو نهاد تا به همراه شما خوبان و عزیزان در یک دیگر از برنامه‌های قرآنی شبکه جهانی وصال حق گرده هم بیایم در برنامه دیگر از برنامه‌های حفظ قرآن کریم. در برنامه امروز به همراه شما عزیزان در امتداد بیان آنچه که از مسائل مربوط به مقدمات حفظ قرآن کریم نیاز هست که آگاه بشیم و همچنین روش‌های حفظ کلام الله مجید، درباره روش‌های حفظ قرآن کریم صحبت خواهیم کرد در بخش اول برنامه و همچنین در بخش دوم برنامه هم مسابقه قرآنی خودمون رو ادامه خواهیم داد. عزیزانی که مایل به شرکت در مسابقه حفظ سوره های آل عمران، نساء و یا مائده هستند در بخش پایانی برنامه میتونن مشارکت بکنن و در یکی از این سه تا سوره یا دو تاش یا هر سه تاش هر کدوم که دوست داشتن میتونن در این مسابقه شرکت بکنن و پاسخگوی سوال های مطروحه باشن به این امید که نامشون در قرعه کشی نوشته بشه و یکی از پنج نفری باشن که جایزه سفر عمره رو نصیب خودشون خواهند کرد در قرعه کشی که روز عید سعید فطر ان شاء الله اگر بقا و لقا مقدر بود ان شاء الله برگزار خواهد شد. توضیحات بیشتر رو من در بخش دوم در موضوع مسابقه خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. اما قبل از آن که در بخش اول به بررسی روش‌های حفظ کلام الله مجید بپردازیم، خالی از افاده نخواهد بود که آنچه گذشته از مقدمات حفظ قرآن در برنامه‌های گذشته چون مرتبط هست به برنامه امروز ما هم مروری بر آنها داشته باشیم. در آنچه که گذشت در دو برنامه گذشته مسائل مرتبط به مقدمات حفظ قرآن خدمت شما عزیزان مطرح گردید، ما در معرفی حافظه چند نکته مهم را اشاره کردیم و گفتیم حافظه ما از چند بخش تشکیل شده و مهمترین بخش های حافظه، حافظه تصویری است که 80% یادگیری های ما را به خود اختصاص میده و بعد از اون حافظه حرکتی و همچنین حافظه شنوایی که در رتبه های دوم و سوم قرار دارن. البته حافظه شنوایی در رتبه دوم و حافظه حرکتی در رتبه سوم و حافظه های دیگر رو هم به شرحش پرداختیم، حافظه بویایی، حافظه چشایی، حافظه لامسه. اما آنچه که به درد ما در بحث حفظ قرآن کریم و حفظ همه اطلاعات و محفوظات دیگر میخوره سه بخش هست و علل خصوص دو بخشش باز بیشتر، بخش حافظه تصویری و حافظه حرکت و حافظه شنوایی رو هم درباره‌اش سخن گفتیم. در موضوع مقدمات حفظ کلام الله مجید گفتیم با توجه به اینکه ما با یک نسخه و یک کتاب در ارتباط هستیم، اول از همه باید این مد نظر ما باشه که ما در یادگیری باید یک مصحف کامل داشته باشیم و یک مصحف مناسب داشته باشیم که این مصحف مناسب رو ما توصیفاتش رو مطرح کردیم، همچنین مکان مناسب و زمان مناسب رو به خاطر اینکه ما به یک تمرکز دست پیدا بکنیم که بتونیم موفق‌تر باشیم در حفظ. تمرکز قلم حکاکی حافظه است، این رو به عزیزان به خاطر بسپارید. تمرکز قلم
حکاکی حافظه است که ما در ذهن خود با تمرکز گرفتن و تمرکز در یک شی و یک مورد خاص میتونیم که اون رو ما حفظ بکنیم. در راستای دستیابی به تمرکز ما چند نکته مهم رو اشاره کردیم که از مهمترین موارد یکی مکان مناسب برای حفظ قرآن کریم بود. گفتیم مکان مناسب باید مکانی باشه که در آن نور کافی داشته باشه، دمای مناسب داشته باشه، نه سرد باشه نه گرم، و حجم صدا در اون قابل تحمل باشه، یا اینکه حجم صداهای مختلف در کلاس‌های حفظ، در مساجد، در مکانی که شلوغ هست به حدی باشه که صداهای مختلف یکدیگر رو خنثی بکنن، و یا اینکه ساکت باشه اون مکان و فضا. و خلاصه بحث حجم صدا در مکان این هست که صدا مخل نباشه، یعنی آزاردهنده نباشه برای ما. نور مناسب، دمای مناسب، حجم صدای قابل قبول، و یک مکان ثابت همیشه در یک جا بنشینیم و فاصله ما تا مانع روبرو حتی الامکان سعی بکنیم که زیاد نباشه، چون رفت و آمدهای زیاد در طول مسیر و اتفاقاتی که میفته تمرکز ما رو به هم میزنه. و همچنین سعی کنیم که اون مکانی رو که انتخاب کردیم، زاویه رو که انتخاب میکنیم، همیشه ثابت نگه داریم. اینها خلاصه مواردی بود که در مورد بحث مکان مناسب برای حفظ قرآن کریم برای شما عزیزان ذکر کردیم. البته این معنا نیست این موارد ذکرش که در غیر این موارد، در غیر این صفات ما قادر به حفظ قرآن کریم نباشیم. من بارهای مورد رو تاکید کردم برایش که هر چقدر این موارد رو ما بیشتر رعایت کنیم موفق تر خواهیم بود، اما در عدم وجود بعضی از این موارد هم میشه حفظ کرد و اون مکان رو تبدیل کرد و مکانی برای حفظ کلام الله مجید. درباره زمان مناسب برای حفظ قرآن کریم صحبت کردیم، گفتیم از دو بُعد مورد بررسی قرار میدیم زمان رو. یکی این که سن مناسب برای حفظ قرآن کریم چه سنی است؟ هیچ وقت دیر نیست و هیچ وقت هم زود نیست. یعنی اینکه طفلی، بچه‌ای رو اگه ما بخوایم شروع بکنیم حفظ کلام الله مجید بهش بگیم زود، نه، هیچ وقت زود نیست. و اگر کسی که پا به سن گذاشته هم قصد حفظ کلام الله مجید داشته باشه بگه خب دیگه از ما گذشته و دیر شده، باز هم برای این عزیز هم دیر نیست. همچنین درباره زمان، چه وقتی در طول شبانه روز برای حفظ کلام الله مجید مناسب تر هست، موارد رو بیان کردیم که رعایت این موارد به ما کمک خواهد کرد در دست یافتن به تمرکز، که روی اون بسیار ما تمرکز داریم خودمون هم و دقت می‌کنیم و تاکید می‌کنیم برای دست یافتن به تمرکز. موارد مناسب و موارد و صفاتی که باید در زمان مناسب برای حفظ قرآن کریم مد نظر ما باشه، یکی این هست که این زمان زمانی باشه که خلاصه فرمول این هست، زمانی که ما از لحاظ جسمی و روحی در تعادل باشیم، از لحاظ جسمی و روحی در تعادل باشیم، خسته نباشیم، گرسنه نباشیم، تشنه نباشیم، خوابمون نیاد، خیلی مهمه این موضوع، مریض نباشیم، این از لحاظ جسمی، از لحاظ روحی زیاد خوشحال نباشیم، زیاد ناراحت نباشیم، زیاد عصبانی نباشیم، پریشان نباشیم، منتظر نباشیم. اینا همه دغدغه‌های ذهنی و روحی که تعادل ما رو به هم می‌زنه، اینها تأثیر منفی و سلبی داره در حفظ کلام الله مجید و تمرکز گرفتن و کارایی حفظ ما رو و توانایی حفظ ما رو پایین میاره. علاوه بر اینکه تعادل جسمی و روحی، بهترین زمان زمانی است که تعادل جسمی و روحی داشته باشه. مهم نیست اول صبح باشه یا ظهر باشه یا شب باشه یا عصر یا مغرب یا نصف شب، هر زمانی که در برنامه کاری خالی هست و انسان احساس میکنه که این زمان زمان مناسبی است، اون زمان برای حفظ قرآن خوب هست. دوم گفتیم در موضوع زمان مناسب برای حفظ قرآن کریم، ما ابتدا مقدار زمان رو مشخص میکنیم، مقدار حفظمون رو مشخص نمیکنیم تا بدونیم بعد از یک مدت زمانی که چقدر میتونیم در این زمان حفظ بکنیم. همچنین سعی میکنیم اون زمان رو همیشه ثابت نگه داریم. اگر اول صبح هست همیشه اول صبح، اگر ظهر هست همیشه ظهر، اگر شب هست همیشه شب، هر زمانی که هست اون زمان ثابت باشه، مگر در موارد خاصی که احیانا انسان براش اتفاق پیش میاد و کاری پیش میاد و قراری پیش میاد و مجبور میشه که زمان خودش رو تغییر بده، یک بدیلی در اون ما خواهیم داشت. اینها خلاصه مواردی بود که ما در بحث زمان مناسب برای حفظ قرآن کریم صحبت کردیم. درباره نسخه مناسب برای حفظ قرآن کریم همچنین صحبت شد و گفتیم از اونجایی که 80% یادگیری های ما از طریق چشم هست و حفظ قرآن کریم هم حفظ آیاتی است که منقوش و نوشته شده بر روی یک مصحف و یک صفحه، خطوطی بر روی صفحه رو ما به خاطر می‌سپاریم، مصحف بسیار مهم است. خلاصه بحث مصحفمون هم این بود که گفتیم در اندازه مصحف دقت بکنیم که اندازه مصحفی که انتخاب میکنیم نه زیاد بلند بزرگ باشه و نه زیاد کوچک باشه، و
وقتی که جلوی چشم ما قرار میگیره با فاصله 30 سانتی متری که پزشکان توصیه میکنن در هنگام مطالعه رعایت بشه، در این فاصله زمانی شما نیاز نباشه، در این فاصله طولی نیاز نباشه که ما برای خواندن یک مصحف وقتی که نگاه میکنیم با اون سرمون رو پایین ببریم یا بالا ببریم یا حرکت طولی و عرضی داشته باشه. بعضی از مصاحف بزرگن و برای اینکه شما یک تصویر یک سفر رو کامل در ذهن داشته باشید مجبورید که اول بالا نگاه بکنید بعد سرتون رو پایین بیارید، یا بعضی از مصاحف کوچک هستن انسان مجبوره که مصحف رو به چشم نزدیک بکنه یا سر رو پایین تر ببره تا مصحف رو بتونه که کامل یک تصویر از یک سفر رو در ذهن داشته باشه. به همین خاطر ما پیشنهاد کردیم که مصاحفی که استفاده میکنیم اندازه های اونها از اندازه قطع رقعی این مصحفی که الان پیش بنده هست از این مصحف اندازش کوچکتر نباشه و نهایتا از این اندازه و همچنین از اندازه‌ای که گرچه این مصحف نیست اما از این اندازه هم بزرگتر نباشه. من اندازه برام مهم هست، مصحفی که داریم از این اندازه، اندازه حدودا یک وجب دست بنده هست، از این اندازه بزرگتر نباشه و از این اندازه هم کوچکتر نباشه. هر اندازه‌ای که عزیزان انتخاب میکنن میتونن که برای خودشون انتخاب بکنن. این مصحف‌های جیبی، این اندازه‌های کوچک برای حفظ قرآن کریم هیچ عنوان مناسب نیست و به هیچ عنوان من توصیه نمی‌کنم. عزیزانی که قصد حفظ تخصصی دارن و حفظ ماندگار و خوب که از این مصاحف جیبی کوچک استفاده بکنن. هرچند میشه که برای یادآوری و برای تکرار از اینها استفاده کرد در جاهایی که انسان شک میکنه در حفظ خودش. اینها مواردی بود که ما در بحث مصحف مد نظر داشتیم و همچنین در اندازه مصحف گفتیم که از این دو اندازه کوچکتر و بزرگتر نشه. درباره رسم الخط هم گفتیم بهترین رسم الخط پیشنهادی رسم الخط عربی هست که به اسم عثمان طه فلان مشهوره و خطات این نوشته و مصحف عثمان شیخ عثمان طه فلان هم در حال نوشتن هست و نسخه عثمان طه اگر بتونید پیدا بکنید مناسب هست. اگر بتونید پیدا بکنید عزیزانی که دسترسی دارن در کتاب فروشی ها و کتابخانه ها برید و درخواست بکنید بگه مصحف عثمان طه یکی از این دو اندازش رو انتخاب بکنید. همچنین گفتیم که در خط و رنگ صفحه مختار هستید، هر رنگی که داره. پیشنهاد ما این بود که سعی بکنید حتی امکان رنگ چشم نواز و ساده ای باشه، یک دست باشه رنگ صفحه، چند رنگ نباشه، حتی امکان چند رنگ نباشه، نوشته ها با رنگ های مختلف نوشته نشده باشه. بعضی از مصاحف لفظ جلاله رب اله، لفظ جلاله اله الله و کلمات رب و اله و هو ضمیری که به لفظ جلاله برمیگرده رو قرمز می نویسن، اینها رو هم مناسب نمی بینیم چون تمرکز ما رو نسبت به یک آیات بیشتر از دیگران می کنه و حتی امکان یک صفحه ساده با یک رنگ ملایم، یک دست و بدون ترجمه، بدون ترجمه، بدون پانویس، بدون شرح، بدون تفسیر، همه این موارد رو سعی بکنیم حتی امکان که پرهیز بکنیم و این موارد چون تمرکز ما رو به هم میزنه. حتی امکان مصحف فقط در اون آیات کلام الله مجید نوشته شده باشه بدون هیچ گونه حاشیه و شرح و توضیح و تفسیر و ترجمه. و همچنین درباره مصحف صحبت کردیم، گفتیم که حتی امکان سعی بکنید که دو نسخه از یک مصحف همراه داشته باشید، پیش خودتون داشته باشید که اگر خدای نکرده یک مصحفی یک به حال یک اتفاقی افتاد یک جای جا گذاشتید بتونید که نسخه مشابه اون رو داشته باشید. برای تکرار به هیچ عنوان از نسخه غیر از نسخه که خودتون حفظ کردید استفاده نکنید، حتی ولو اینکه نسخه چاپ همون چاپ هست، نسخه عثمان طه است ولی اندازش فرق میکنه، حتی ولو اینکه نسخه عثمان طه است ولی رنگش فرق میکنه، حتی ولو اینکه اون نسخه عثمان طه است فقط بعضی جاها یک شرح و توضیحاتی اضافه شده. این موارد رو عزیزان بسیار بهش اهمیت بدید برای اینکه حفظ شما ماندگارتر بشه و حفظ شما بهتر بشه. عزیزی سوال پرسیده بودن که آیا مصحف پاکستانی رو شما، مصحف پاکستانی که رنگین هست، نمونه عکسی هم فرستاده بودن، که آیا پیشنهاد میکنید یا نه. ما هیچ وقت تحمیل نمیکنیم یک نسخه خاص رو بر عزیزان که حتما شما باید از این نسخه استفاده بکنید، اما حتی امکان سعی بکنید که نسخه ای که استفاده میکنید یک نسخه ثابت باشه. آنچه که مهم هست برای بنده این هست که هر نسخه ای که انتخاب میکنید، هر نسخه ای که دوست دارید، آنچه که ما گفتیم در بحث نسخه، رعایت این موارد به شما کمک میکنه تا حفظ بهتری داشته باشید، اما به این معنا نیست که
بدون این موارد نشه حفظ کرد. شاید عزیزی گشت و مصحف عثمان طه نیافت. در جایی در منطقه‌ای گشت و نیافت. و مصاحف دیگری در اختیار دارم. میتونید از اون مصاحف استفاده بکنید. حفظ ارزش خودش رو داره و اون بار معنوی و آیات کلام الله مجید در تمامی مصاحف الحمدلله همون آیات هست. و از این بابت خیال ما جمعه. اما آنچه که ما پیشنهاد کردیم بهترین و مناسب ترین هاست. اما اگر عزیزی نسخه دیگری داشت هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. اگر دوست داره نسخه دیگری داشته باشه یا نسخه‌ای رو که ما پیشنهاد دادیم نیافت، هر نسخه‌ای که در اختیار شما بود استفاده بکنید. اما یک نکته رو همه عزیزان باید مد نظر داشته باشن و بهش دقت بکنن و توجه بکنن. شما هر نسخه‌ای که استفاده می‌کنید مختارید، اختیار دارید هر نسخه‌ای که دوست دارید استفاده کنید، اما مجبورید، اینو دیگه اختیار ندارید، اما مجبورید که همون نسخه رو همیشه با خود داشته باشید برای ماندگاری حفظ خود. نسخه پاکستانی دارید، هندی دارید، ترکی دارید، عربی دارید، نسخه عثمان طه است، نسخه انگلیسی است، چینی است، اینش مهم نیست. مهم این است که شما یک نسخه ثابت داشته باشید. نسخه‌ای رو که شما شروع کردید از روی اون برای حفظ کلام الله مجید همیشه همون نسخه باید همراه شما باشه. تکرار شما، مراجعه شما، تلاوت شما بر مبنای همون نسخه است. نسخه رو عوض نکنید. نسختون رو عوض نکنید مگر اینکه مثلا اگر کسی 10 جزء رو با 5 جزء، 10 جزء، یک بخشی از کلام الله مجید رو از روی یک نسخه خاصی حفظ کرد، نسخه مناسبتری پیدا کرده و دوست داره نسخه رو عوض بکنه. نسخه رو عوض می‌کنید در آیات جدید، در سوره های جدید، در جزء هایی که تازه حفظ می‌کنید، نه در آنچه که شما حفظ کردید. علن خصوص اون عزیزانی که تصویر مصحف قبلی و نوشته قبلی و نسخه قبلی در ذهن اونها هست. اگر شما می‌خواید که مصحف عوض کنید اما تصاویر آنچه که از مصحف قبلی حفظ کردید در ذهن شما هست، به هیچ عنوان بنده پیشنهاد نمی‌کنم که شما آن جزءهایی رو، آن اجزایی رو که قبلا حفظ کردید و سوره هایی رو که حفظ کردید از نسخه قبلی، اونها رو از نسخه جدیدتون تکرار کنید اگر تصویرش در ذهن شما است. اگر عزیزی تصویر در ذهنش نیست، حفظ کرده با یک نسخه‌ای و فراموش کرده به هر دلیلی، الان اون تصویر رو هم نداره، یا فراموش نکرده اما تصویری هم از اون نسخه قبلی در ذهنش نیست، حافظش یک حافظه حرکتی است و از زبانش مثل الحمدلله رب العالمین همینجوری ورد میخونه، دیگه برای این شخص نسخه معنایی هم نداره. اگر نسخه جدید هم برداره باز هم تصویرش در ذهنش نمیمونه، وقتی که نسخه اصلی که از روی اون حفظ کرده تصویر اون رو به خاطر نداره، تصویر نسخه جدید هم به خاطر نخواهد ماند، چون ایشون ظاهرا حافظه تصویریشون ضعیف‌تر هست از حافظه های دیگرش. اما در کل برای عزیزانی که تصویری از مصحف دارن، هر مصحفی که انتخاب میکنید، هر مصحفی که انتخاب میکنید مختارید، آنچه که ما توصیه میکنیم بهترین هاست و مناسب ترین هاست، به خاطر اینکه همه این موارد سبب ایجاد تمرکز میشه و این تمرکز به ما کمک میکنه در یک حفظ ماندگار و بهتر. ولی هر نسخه ای که انتخاب کردید به هیچ عنوان دیگه اون جزها و سوره هایی رو که از اون نسخه حفظ کردید رو به سراغ نسخه های دیگه نرید و حتی امکان سعی بکنید که از روی همون نسخه تلاوت بکنید تا حفظ شما ماندگارتر باشه، تا موفق‌تر باشید در حفظ، تا بهتر بتونید که حفظ خودتون رو مراجعه بکنید و تکرار بکنید. اینها خلاصه آن چیزی بود که ما در دو جلسه گذشته گفتیم. به خاطر اهمیت موضوع و ارتباط آنچه که گفته شده با درس امروز، که روش‌های مناسب، بهترین روش، حالا نگیم بهترین روش، مناسب‌ترین روش برای حفظ کلام الله مجید، به هر حال هر کسی برای خودش شاید بگه روشی که من دارم بهترین روش است، اما احساس می‌کنیم این روش مناسب‌تر است. مناسب‌ترین روش‌ها بررسی خواهیم کرد، روش‌های مختلفی رو که برای حفظ کلام الله مجید استفاده میشه و از بین اینها سعی می‌کنیم که یک روش مناسب‌تر رو و مزایای مختلف روش‌های مختلف رو با هم بررسی بکنیم، که الان ما مقدمات رو پشت سر گذاشتیم و می‌دونیم که چه زمانی مناسب است، چه مکانی مناسب است و چه نسخه‌ای برای حفظ کلام الله مجید مناسب هست که ما حفظ بکنیم. اما چگونه حفظ بکنیم؟ این سوالی است که برای خیلی از عزیزان پیش میاد. ما زمان مناسب رو انتخاب کردیم، مکان مناسب رو هم پیدا کردیم، نسخه مناسبی هم که پیشنهاد میشه در اختیار ما هست، اما الان تازه میخوایم شروع بکنیم حفظ کلام الله مجید. چگونه حفظ بکنیم تا موفق تر باشیم؟ چه روش های بهتر است برای حفظ کلام الله مجید؟ آیا
در حفظ کلام الله مجید نیاز هست که ما بفهمیم که چه میخوانیم، بدانیم ترجمه آنچه رو که میخوانیم با زبان مادری خودمون یا نه، بدون فهم معانی هم میشه حفظ کرد. آیا نیازی هست که اصلا شماره آیات رو ما به خاطر بسپاریم یا نه؟ و چه مزیتی داره این حفظ شماره آیات؟ چه اهمیتی داره اصلا؟ و یا اصلا همچین کار اتفاق افتاده قبلا؟ و چه استفاده هایی ما میکنیم؟ آیا کار رو سخت‌تر میکنه یا نه؟ شماره صفحات همین گونه و مواردی که در این باب ما شاید این موارد خیلی ذهن عزیزان رو مشغول کرده باشه و سوال هایی که در این باب مطرح میشه. بعد از میان برنامه انشاءالله برمیگردیم به این موارد خواهیم پرداخت، روش های مناسب و مناسب ترین روش برای حفظ قرآن کریم چیست. همراه ما باشید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا و به بندگانم بگو سخنی بگویید که بهترین است، چرا که همانا شیطان در میان شما نزاع و دشمنی می افکند، همانا شیطان دشمن آشکار انسان است. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان عزیزان، در مباحث مربوط به روش مناسب برای حفظ کلام الله مجید نیاز هست که بررسی بکنیم با هم آنچه که در زمینه حفظ کلام الله مجید از روش های مختلف متداول هست در جامعه ما. ما آنچه که روش سنتی و قابل ملاحظه است که بیشتر محافل حفظ قرآن کریم با این روش بیشتر اهتمام میدن و روی اون بیشتر تأکید میشه و خالی از حالا اینکه چه نقاط و ضعف و قوتی داره اینو بهش میرسیم، استفاده از حافظه حرکتی است. غالب محافل قرآنی و روش‌های کلاس‌های حفظ قرآنی اگر داخل بشیم ما می‌بینیم که تأکید و تمرکز بیشتر روی این هست که میگن آقا بشین و این آیات رو بخون و بخون و بخون و بخون و بخون و انقدر بخون، تکرار کن تکرار کن تکرار کن تکرار کن تا ورد زبونت بشه. این همون موردی است که ما از اون به عنوان حافظه حرکتی یاد کردیم و تأکید روی تکرار، استفاده از حرکت‌های زبان و به خاطر سپردن این حرکت‌هایی که با تغییر و تحولات مختلف در روند خواندن یک آیه اتفاق می‌افته و در حافظه ذخیره میشه. به مانند حفظ سوره حمد برای اکثریت ما، یعنی اکثریت قریب اتفاق ما، سوره حمد و حتی سوره های کوچک آخر قرآن، آنچه که بیشتر در نمازها تلاوت میشه رو از حافظه حرکتی کمک میگیریم. چه موقع بفهمیم که حافظه ما در یک بخش یک حافظه حرکتی است؟ وقتی شما یک آیه رو تلاوت میکنید، یک سوره رو تلاوت میکنید و نمیدانید که تصویر این سوره کجاست، یعنی
از روی تصویر ذهنتون نمیخونید، شما میخونید، همینطور میخونید. تصویر در ذهن شما نیست که بر مبنای اون تصویر شما پیش برید، و سیاهی از یک تصویر هم نیست در ذهن شما، و حتی نمیدانید که چه میخونید. این حافظه یک حافظه حرکتی صرفه، یعنی فقط تمرکز روی حرکت هست و تکرار. این حافظه درسته که انسان مواردی خیلی کمک میکنه به ما این حافظه، اما تمرکز و تمرکز روی این بخش فقط، بدون توجه به تصویر، بدون توجه به مفاهیم و معانی، استفاده کردن از یک بیستم حافظه است. یعنی 5% حافظه رو ما فقط استفاده میکنیم در این روش. ما ذکر کردیم، گفتیم حافظه حرکتی فقط 5% از حافظه رو به خودش اختصاص میده، و اگر ما در حفظ قرآن کریم آمدیم و فقط روی این مورد تمرکز کردیم، ما فقط از 1/20 حافظه خودمون استفاده کردیم. یعنی چی؟ یعنی ما 20 برابر سرعت خودمون رو کمتر کردیم و 20 برابر زحمت خود رو بیشتر کردیم. خلاصه صحبت اینه دیگه، ما وقتی که میگیم از 1/20 حافظه خود استفاده میکنیم، یعنی 19 قسمت دیگر رو ما هنوز نتونستیم اونقدر که باید استفاده بکنیم از او، و فقط از هم 1 قسمت استفاده کردیم. الان در بسیاری از کلاس های حفظ قرآن وقتی که ما وارد میشیم، میبینیم که این گونه است. مینشینن اطفال ما، میان سالان، همه قشرهای مختلف جامعه وقتی که سر کلاس حفظ مینشینن، در اکثر نقاط، نمیگم همه جا این گونه است، اما آنچه که شایع است در کل امت اسلامی بلا استثنا این روش است. و می نشینن و شروع می کنن به خوندن، کلم عقب جلو میره و دیگه تکون میخوره آدم، خود به خود جو میگیره آدم. و وقتی که در کلاس می نشینیم، شاگردام دور بر نشستن تکون میخورن، حرکت، تکرار، تکرار، 10 بار، 20 بار، 30 بار، 40 بار، 50 بار، 100 بار، بعضی میگن 200 بار بگه بخونید، 100 بار تکرار بکنید تا حفظ بشید. این یک روش خود برای خودش یک روش دیگه، و جواب هم داده. نه که جواب نداده باشه، جواب هم داده. ما حفاظی داریم که به همین روش حفظ کردن و مسلط هم هستن، چه بسا بسیار از اونها مسلط هم هست. این یک روش. آیا این روش مناسب ترین روش هست برای حفظ کلام الله مجید یا نه؟ از این روش ما بهتر هم داریم. روشی که صرف فقط به تکرار میپردازه بدون توجه به معانی و مفاهیم آیات. خیلی از حافظان قرآن کریم، این یکی از معجزات کلام الله مجید هست که یک کتاب 604 صفحه‌ای رو با 6236 آیه، دقیقاً تعداد آیات قرآن کریم هست، 6236 آیه، اینو به خاطر بسپارید. اون عددی که 6666 که میگن، اون عدد اشتباس و اصلی نداره. 6236 آیه از کلام الله مجید. این آیات عزیزی می‌نشینه و این رو حفظ می‌کنه بدون اینکه بدانه که چی حفظ کرده اصلاً. و این یکی از معجزات است. واقعا یکی از معجزات قرآن کریم هست. حفظ کردن 600 صفحه با دقت فراوان فتحه و کسره و ضمه و سکون و تشدید و اون قواعد تجویدی اخفا و اظهار و ادغام و اغلاب و قلقله و موارد فراوان دیگر، همه این موارد رو به خاطر سپرده و دارد اصلاح میکنه و درست میخوانه، اما نمیفهمه که چی میخوانه. این هم خودش هم عجیبه و هم جای تأمل داره. این خودش یکی از اعجاز قرآن است. واقعا هر کتاب غیر از قرآن انسان نمیتونه که این کار را انجام بده. شما 600 صفحه رو حفظ بکنید بدون اینکه بفهمید که اصلا یک جمله از این کتاب رو هم بفهمید، اما حفظید، اما هر جایی که باز میکنن میخونید. این خودش یکی از معجزات است. بسیاری از حفاظ ما این گونه، یعنی اینکه وقتی شما میخونید براش، میخونه برات، صحیح هم میخونه، درست هم میخونه. این هم حافظه حرکتی صرفه، اما نمیدونه که چی میخونه. حتی تصویری هم شاید در ذهنش نباشه. بعضی از عزیزان سیاهی از تصویر دارن، حداقل بخش‌هایی رو میدونن که کجا سمت راست است، سمت چپ است، بالای صفحه است، وسط است، پایین صفحه است، صفحه که عوض بشه متوجه میشن. بعضی کمی رو هم نمیدونه. آیا این روش مناسب ترین روش هست یا نه؟ به ما کمک میکنه مواردی دیگری که اضافه بکنیم به این روش. این میشه گفت اون ستون اصلیه.
این اصله در حفظ قرآن کریم، تکرار در هر چیزی، تکرار یک اصل کلی است در حفظ قرآن کریم، در حفظ همه موارد، الان خصوص در قرآن کریم. اما موارد دیگری به ما میتونه کمک بکنه که ما خیلی بهتر حفظ بکنیم، سریعتر حفظ بکنیم و بیشتر استفاده بکنیم. یکی از مواردی که خیلی به ما کمک میکنه در زیباتر کردن حفظ و آسانتر کردن حفظ و یکی از اهداف مهم حفظ رو برای ما برآورده میکنه و مهمترین هدف حفظ کلام الله مجید که فهم آیات هست و مسلح شدن به آیات عذرخواهی میکنم و عمل به آیات. ما هدف ما از حفظ کلام الله مجید این هست که یک پلیس درونی داشته باشیم که هر جایی که نیاز هست ما رو تذکر و یادآوری بده. اون موضوع توجه به مفاهیم و معانی آیات هست. ما اگر موردی رو بدانیم که چه میخوانیم، ما وقتی میدانیم که چه میخوانیم، با توجه به نظری که کارشناسان فن ارائه میدن، ما 11 مرتبه سریعتر حفظ میشیم تا آنچه که نمیدانیم. یک بار دیگه تکرار میکنم، آنچه را که ما میدانیم که چه میخوانیم میفهمیم، 11 مرتبه سریعتر حفظ میشیم تا آن چیزی رو که نمیدانیم. یک مثال ساده ده. یک کلمه مثلا الله مهربان است، این 3 تا کلمه است، الله مهربان است. این رو ما اگر به یک کودکی، به یک طفلی گفتیم میفهمه الله یعنی چی، مهربان رو هم میفهمه، کلمه است رو هم میفهمه، ما بهش بگیم تکرار کن. یک بار بهش میگیم الله مهربان است، تکرارش کن. در همون دفعه اول تکرار میکنه برای ما، حفظ شد، در جا حفظ شد، ما یک جمله گفتیم و جملات فراوان دیگری. این یک نمونه است. وقتی که میفهمه کودک ما، نه تنها کودکان، بزرگترها هم، وقتی طرف میفهمه که چی میگیم، اخباری رو گوش میکنیم، میگن اخبار چی بود، 80-90% اخبار رو میگیم طبق همون الفاظ. هست یک داستانی رو گوش میکنیم، 80-90% داستان در ذهن ما میمانه با یک بار گوش کردن، چون میفهمیم، چون میدانیم که چی میشنویم، چون درک میکنیم. اما همین جمله الله مهربان است رو اگر به یک زبان غیر از زبان مادری که ما به اون آشنا نیستیم، ما آن زبان رو نمیدانیم، چینی مثلا، آن نگفتم انگلیسی چون خیلی از عزیزان انگلیسی بلد، یه زبانی مثل چینی، یک زبان‌های عجیب و غریبی که در آفریقا صحبت میشه مثلا، که این خودش باز نشانه های عظمت الله تعالی است، اختلاف زبان. این رو به بچه بگیم 3 تا کلمه هم بیشتر نیست، همین دقیقا ترجمه الله مهربان است. این رو ترجمه کنیم به یک زبانی غیر از زبان مادری و این رو به فرزندمون بگیم یا به دوستمون یا به هر کسی که مخاطبم هست، بگیم تکرار کن. نمیفهمه چی گفتیم، نمیتونه بار اول تکرار کنه، دوباره براش تکرار میکنیم، بازم نمیتونه، بار سوم، بار چهارم، چندین بار بعد این رو تکرار کنیم تا اون به دقت گوش بکنه، الفاظ ما رو به خاطر بسپاره. اینجا اون فقط از حافظه شنوایی خودش استفاده میکنه، فقط میشنوه، گوش میکنه، سعی میکنه آنچه که گوش کرده دقیقاً همون رو بشنوه و در حافظه حرکتی دوباره اون رو اجرا کنه. به همین خاطر آنچه که ما میدانیم که چه میخوانیم، آنچه که میخوانیم رو وقتی بفهمیم 11 مرتبه سریعتر حفظ میشیم تا آنچه که میخوانیم و نمیفهمیم که چه خوانیم. موضوع ترجمه در بحث حفظ قرآن کریم از موارد بسیار مهمی است که به ما بسیار کمک میکنه در فهم آیات کلام الله مجید، در حفظ آیات کلام الله مجید، در به خاطر سپردن آیات کلام الله مجید. و توصیه ما برای عزیزانی که این توانایی رو دارن، نه برای همه، در این موضوع ترجمه باید اینو مد نظرمون باشه. ما الان یک طفلی که تازه شروع کرده به حفظ کلام الله مجید، نباید از او انتظار داشته باشیم که ترجمه بفهمه.
ما روشی که برای یک طفل استفاده میکنیم با روشی که برای یک بزرگسال استفاده میکنیم کاملا متفاوته، چون روشی که برای طفل استفاده میکنیم به فراخور حال اوست. چون که با کودکان سر و کارت فتاد، هم زبان کودکی باید گشود. ما با کودک وقتی که صحبت میکنیم و با یک طفلی وقتی که موضوع حفظ قرآن مطرح میشه دیگه نمیفهمه اون. ما اون رو فقط در همون حیطه حافظه شنوایی و حافظه حرکتی ازش کمک میگیریم و احیانا حافظه تصویری. اما در ترجمه، در معانی، در فهم آیات هیچ نیازی نیست. عزیزانی که حتی در ابتدای راه تحصیلات هستند و یا آشنایی اونا با قرآن کریم به حدی نیست که بتوانند مثلا کلمات رو کامل بفهمند، مترجم بشن، نیازی نیست که اصلا سراغ ترجمه برن. این عزیزان رو باید ما باید تقسیم بندی بکنیم در موضوع ترجمه که همه عزیزان نیازی نیست و شاید زود باشه که برن سراغ ترجمه. اما اون عزیزان این که مثلا دیپلمی گرفتن یا حتی دیپلم هم اگه نگرفتن، مثلا میزان تحصیلاتشون به حدی هست که میتونن بفهمن مثلا کلمه رو وقتی که ترجمهش برای اونها گفته بشه میفهمن که این ترجمه این کلمه هست و در جمله کنار هم قرار بدن به راحتی این رو درک میکنن. پیشنهاد ما برای همه این عزیزانی است که ترجمه رو، این عزیزانی که تا این حد آشنایی دارند، از ترجمه استفاده کنن. نیازی نیست وقتی که ما از ترجمه قرآن کریم صحبت میکنیم ما کاملا آشنا باشیم با صرف و نحو که از پایه‌های ادبیات عرب هست. این دو موضوع، موضوع صرف و نحو و قواعد دستور زبان عرب، نیاز نیست که همه آشنا باشن با این قواعد. به حمد الله زبان فارسی نزدیکترین زبان به زبان عربی است برای فهم قرآن کریم. زبان فارسی فرزند عربی است و ما الان در زبان فارسی بیش از 60% کلماتی که استفاده می کنیم کلمات عربی است که در این همان معنا استفاده می شه. حتی به همین خاطر آشنایی با زبان عربی برای کسانی که به زبان فارسی مسلط هستند خیلی آسان تر است از دیگر زبان ها. آشنایی با زبان قرآن برای کسی که فارسی بلد هست آسانه. نگید که من نمیتونم، توانایی ندارم. نه، بیاید شروع بکنید کم کم. یک کلمه رو کم کم معنیش رو یاد بگیرید، کلمه بعدی، کلمه بعدی، کلمه بعدی، به خود به خود به مرور زمان، به گذر زمان به محفوظات شما اضافه میشه و اضافه تر و اضافه تر و اضافه تر تا به حدی میرسید که دیگه کم کم احساس میکنید که میفهمید به راحتی جملات رو، عربی رو و آیات کلام الله مجید رو، حداقل ترجمه تحت لفظی رو متوجه میشیم. برای استفاده از ترجمه ما خب نیاز به یک سری منابع داریم که بریم به سراغش و از اونها استفاده بکنیم. ما در زبان فارسی اگر بخوایم ترجمه استفاده بکنیم چه منابعی استفاده بکنیم؟ سراغ چه ترجمه هایی بریم و از چه ترجمه هایی استفاده بکنیم؟ از اونجایی که ترجمه باید یک ترجمه باشه که ما چون وقتی سراغ ترجمه میریم، یعنی ما میخوایم بگیم ترجمه معانی رو برای ما منتقل بکنه، یک ترجمه قابل اعتماد باید باشه و ما باید به اون ترجمه اعتماد بکنیم و بفهمیم که واقعا این ترجمه ترجمه ایست که ما میتونیم از اون استفاده درست بکنیم. ما در زبان فارسی خودمون ترجمه هایی که میتونیم به اون اعتماد بکنیم و در دسترس هست، نه تنها فقط این مواردی که من ذکر میکنم، فقط این موارد نیستند، از ترجمه های اهل سنت به تبع، وقتی که ما از اهل بدعت دیگه اصلا نیازی به صحبت نیست، اون که کسانی که اعتقاد دارن که قرآن 17000 آیه بوده و 3 جزء بوده و الان یک جزء پیش ماست و تحریف شده، اونها دیگه خب ترجمه هاشون هم قابل اعتبار نیست، چون خودشون بین قرآن اصلا اعتقادی ندارن که باز به ترجمه اونها بشه اعتماد کرد. به هیچ عنوان به ترجمه اهل بدعت و روافض نمیشه اعتماد کرد، چون به اصل قرآن اعتمادی ندارن. ما در این موضوع با کسی تعارف نداریم، ما در موضوع قرآن کریم و بحث ترجمه معانی قرآن کریم و شرح آیات قرآن کریم که اصل دین ماست با هیچ کسی نه مجامله داریم و نه تعارف داریم. هر چقدرم در ادبیات فارسی قلمش رسا باشه و قوی باشه، این دلیل نمیشه که چون فلانی ادیب هست پس ترجمه‌ای که کرده قابل اعتماد. نه، چون تنها بحث ترجمه آشنایی با لغت عرب مهم نیست، بلکه عقیده سالم و عقیده صحیح و درست هم معتبر است. آنچه که عزیزانی که دوست دارن از ترجمه استفاده بکنن ما پیشنهاد میکنیم، آنچه که در دسترس هست و برای مقدمات خوبه، یعنی
عزیزانی که اهل فنن خب نیاز به ترجمه ندارن، خودشون میرن سراغ کتب مراجع و استفاده میکنن. اما در زبان فارسی آنچه که چاپ شده و در ایران و افغانستان و تاجیکستان قابل دریافت است و یا عزیزانی که توانایی تهیه نسخه رو به هر دلیلی ندارن میتونن از طریق سایت عقیده وارد سایت عقیده بشید یا ایمیل بفرستید برای شبکه جانی و سال حق، اس ام اس بدید به هر طریقی که میتونید ارتباط بگیرید یا با ایمیل شخصی بنده سلیمانی @salhaq.tv مکاتبه بکنید تا ما نسخه پی دی اف این نسخه ها رو و این ترجمه ها رو برای شما عزیزان بفرستیم. من دو مورد از این ترجمه ها رو الان اینجا همراه خودم دارم که پیشنهاد میکنم برای عزیزانی که دوست دارن از طریق ترجمه استفاده بکنن در خلال حفظ کلام الله مجید از این ترجمه ها استفاده بکنید. این پیشنهاد اول بنده برای عزیزانی که تازه شروع میکنن این هست که از این کتاب استفاده بکنید، تفسیر نور. این کتاب کتاب تفسیر نور هست و خب قطور هست و کل کلام الله مجید رو داره، اثر زیبای استاد دکتر مصطفی خرمدل هست، الله تعالی ازشون قبول بکنه، از نوابغ برادران کرد هستن ایشون و که در زمینه قرآن کریم واقعا خدمتشون ارزنده هست و قابل تقدیره و این کتاب در ایران چاپ میشه و میتونید از این ترجمه استفاده بکنید و برای زیبایی که این کار داره و زیبایی که این کار داره اینه که هر صفحه رو در پاورقی این صفحات در پایین صفحات هر آیه کلمات مشکل اون رو به تنهایی ترجمه کرده، یعنی یک کلمه رو شما متوجه هستید ترجمه کرده و شرحی که نیاز داشته باشه استاد خرمدل این رو در پایین صفحه برای شما عزیزان مطرح کرد. البته یک توضیحی اضافی هم داشته باشیم که شاید مواردی رو شما مشاهده بکنید به تبع بر حال در برداشت‌های تفسیری در مواردی که نظریات دیگری هم در این باب وجود داره. یعنی ما وقتی که صحبت از ترجمه معانی می‌کنیم چون ترجمه ها غالبا کار علماست و افراد و نص صحیح و صریح رسول صلی الله علیه و سلم نیست که هر مفسری مثلا یک ترجمه در یک بابی داشت 100% دیگه فقط همین هست و غیر از این نیست. اگر مواردی رو عزیزان مشاهده کردید در هر کتاب ترجمه یا تفسیری که قابل نقد هست این رو ما بررسی میکنیم با آیات دیگر، با نظرات دیگر و قول راجح رو خودمون باز انتخاب میکنیم. هر کسی که بخواد اهل تحقیق باشه این رو باید انجام بده. این تفسیر نور رو میتونید عزیزان تهیه بکنید. گفتم عزیزانی که در بازار میتونن پیدا بکنن بهتر، اگه نتونستید مکاتبه بکنید با ایمیل هایی که ایمیل شخصی بنده یا ایمیل بوک در شبکه جانی و سالق عزیزان میتونید یا از سایت تقیید خودتون مراجعه بکنید و دریافت بکنید این کتاب. همچنین از موارد دیگری که این ترجمه تفسیر نور داره میشه به مزایاش استفاده اشاره کرد که جناب دکتر در کتابشون اومدن و بین آیات بعضی وقتا در پرانتز یک توضیحات اضافی دادن که کمک میکنه به ما. تفسیر نور گرچه نمیشه گفت تفسیر به معنای واقعی کلمه است، بین ترجمه و تفسیر از ترجمه فراتره و به تفسیر که تفاصیل داشته باشه نمیرسه. پیشنهاد دوم ما برای عزیزانی که میخوان ترجمه استفاده بکنن از بین اهل سنت کتاب مورد اعتماد این کتاب هست، کتاب تفسیر راستین. نام چاپ شدهش تفسیر راستین هست، این جلد طرح روی جلد کتاب هست تفسیر راستین. این تفسیر ترجمه یک تفسیر عربی است به اسم تفسیر سعدی. بعد اصل کتاب اسمش هست تیسیر الکریم الرحمن و از علامه سعدی، از بزرگان جهان اسلام بود که ایشون به رحمت خدا رفتن سالها پیش و این کتابشون سه جلده، در سه جلد این کتاب جلد دومش دست من هست. الان در سه جلد این کتاب به چاپ رسیده تفسیر راستین. از ویژگی هایی که این کار داره از قیل و قال، اختلافات روایی و اختلافات مفسرین در یک موضوع پرهیز شده و آنچه که قول راجح بوده رو به صورت زیرکانه و عالمانه علامه سعدی الله تعالی رحمتشون بکنه در کتاب خودش آورد. تفسیر سعدی رو هم عزیزانی که دوست دارن، اینها کتاب‌های جمع جور مختصری هستن که به راحتی هر عزیزی میتونه از اینها استفاده بکنه و از هر گونه قیل و قال اختلافات روایی کتب بزرگ تفسیر هم پرهیز کردن. پیشنهاد سوم ما، من فراموش کردم قبل از استودیو یک جلد رو با خودم بیارم اما انشاءالله در برنامه‌های بعدی برای شما نشون خواهم داد، تفسیر انوار القرآن هم
تفسیری است بسیار اثر بسیار ارزشمندی است که عزیزان میتونید از این تفسیر استفاده بکنید. اون تفسیر از این دو موردی که برای شما عزیزان اشاره کردم متولتر هست، فکر کنم 6 جلد باشه، آنچه که چاپ شده انوار القرآن، اثر ارزشمند استاد عبدالرؤوف مخلص رئیس سابق دانشگاه هرات در افغانستان هست که همه اون بزرگوار هم اثرشون واقعا کتابشون در بین اهل سنت نمونه دومی نداشته، در زبان فارسی البته ترجمه های فارسی ایشون زحمت زیبایی کشیدن و تفسیر ابن کثیر که از مراجع کتب اهل سنت است و تفسیر فتح القدیر امام شوکانی و همچنین تفسیر منیر از شیخ وهب الزهیلی از معاصرین هستن ایشون، این سه تفسیر رو ایشون گلچینی از این سه تفسیر رو ترجمه کردن به زبان فارسی، یعنی چکیده ای از سه تفسیر رو ایشون به زبان فارسی برگرداندن با قلم رسا و شیوای خودشون در تفسیر انوار القرآن. تفسیر بسیار زیبایی است و اثر ارزشمندی است و عزیزان میتونید از اون نسخه هم استفاده بکنید. در سایت عقیده هم هر سه این موارد یافت میشه، تفسیر انوار القرآن، تفسیر راستین و تفسیر نور. و البته باز هم ذکر میکنم این مورد رو، این به معنا نیست که هر آن چیزی که 100% هر آن چیزی که در این کتب هست مورد تایید است، یعنی 100% دیگه هیچ جای بحث و مجادله و مباحثه باقی نمیمانه. به هر حال احیانا مفسری نظری داره که مفسرین دیگر نظر دیگری دارن و جای نقد همچنان بر هر کتابی باقی است، مگر بر کتاب الله تعالی و احادیث صحیح رسول صلی الله علیه و آله و سلم. این مواردی هستند که در ترجمه میشه از اینا استفاده کرد. اما چه این کتب چه هر کتاب تفسیر دیگری، عزیزانی که دوست دارن در ترجمه و حفظ قرآن کریم در راه حفظ کلام الله مجید از تفاسیر استفاده بکنن، یک نکته مهم رو مد نظر داشته باشید. از اونجایی که ما همیشه تأکید ما بر وحدت تصویر، یگانگی تصویر بوده است و همیشه روی مصحف بسیار تأکید داشتیم که یک نسخه ثابت داشته باشید، وقتی که شما قصد دارید آیاتی یا آیه‌ای رو، سوره‌ای رو به سراغ ترجمه و تفسیرش برید، خطاب من به عزیزانی است که قصد حفظ قرآن کریم دارن، سوره رو میخواد حفظ بکنید، صفحه رو میخواد حفظ بکنید، میخواد ترجمون رو بررسی کنید، میخواد آشنا بشید با مفاهیم آیات، تفسیری رو باز کردید، طبیعتاً در اون تفسیر هم این آیات نوشته شده، همین آیات عربی، متن عربی آیات در اون تفسیر هم ولو ترجمه فارسی به زبان فارسی هم این کتابایی هم که پیشنهاد شد همه نوشته دارن. به هیچ عنوان متن عربی آیات رو از روی اون کتاب، کتاب تفسیر، کتاب ترجمه دیگه نگاه نکنید. شما نیازی به متن عربی ندارید. شما مصحفی که در اختیار دارید، مصحفی که دست شماست، شما مصحفی رو باز کردید، صفحه رو قصد دارید حفظ بکنید، تصویر صفحه هست. آیات صفحه رو شما دارید. شما الان میخواید ترجمه استفاده بکنید. خلاص، میرید شما صفحه رو باز میکنید، اون کتاب رو باز میکنید، همین سوره و مستقیم میرید سراغ ترجمه فارسیش. کاری به آیه نداشته باشید. جای اون آیه در اون صفحه، این آیه که شما حفظ میکنید در مصحف شما یک جای مشخص و معینی داره که این در تصویر ذهن شما باقی میماند و این میشه حفظ شما. اما همین آیه شاید جای اون در اون کتاب تفسیر و یا ترجمه جای دیگری است. مثلا این بالا سمت راست در یک صفحه بالا سمت راست هست، اون شاید در صفحه سمت چپ پایین باشه یا وسط باشه یا این ور یا اون ور. این دو تصویر از یک آیه وقتی در ذهن شما باقی میمانه، ذهن شما رو دچار تشویش میکنه، ذهن شما رو دچار تردد میکنه، مشکل ایجاد میکنه برای شما. حفظ شما مقداری تحت شعاع قرار میگیره در ابتدا، اگر مستمر باشه مشکل ساز میشه. به همین خاطر باز هم تکرار میکنم، عزیزانی که از کتابهای ترجمه و تفسیر استفاده میکنید و حافظ قرآن هستید، یا میخواید حفظ بکنید یا سوره رو حفظید و همون سوره رو میخواید برید از تفسیر و کتابی استفاده بکنید، حتی الامکان به متن عربی آیه زیاد توجه نکنید در کتاب تفسیر و یا ترجمه، شما نیازی بهش ندارید. شما مصحفتون رو باز میکنید، همزمان وقتی میخواید ترجمه استفاده کنید مصحفتون هم جلوتون باز هست، ترجمه هم باز هست، متن عربی آیه رو از مصحف خودتون میبینید، ترجمه رو یا تفسیرش رو از کتاب مربوطه، تا
یک تصویر از آیه در ذهن شما باقی بمانه. اینو مد نظر عزیزان باشه در استفاده از ترجمه، در استفاده از ترجمه های کتب تفسیر. خب ما الان برای اهمیت موضوع، چون خیلی مهم هست بحث ترجمه، گفتیم که از ترجمه استفاده میکنیم و عزیزانی که با ما بودند هم در خلال فصل اول برنامه حفظ قرآن کریم در 90 قسمت اول که بیاری الله متعال ما 10 جزء اول رو برکه تا آخر سوره توبه رو بیشتر از 10 جزء رو حفظ کردیم، بیشتر وقت برنامه رو ما اختصاص دادیم، شاید بیشتر از 95% وقت برنامه های ما در طول این چند قسمت، 90 قسمت اولیه، اختصاص یافته بود به شرح آیات و ترجمه آیات و ربط بین آیات. شاید بسیار از عزیزانم گفتن اسم برنامه حفظ قرآن است اما برنامه شرح و تفسیر آیات شده. بر این مبنا ما چون اهمیت بسیار زیادی داره موضوع ترجمه در حفظ قرآن، الان ان شاء الله عزیزانی که از اینجا به بعد با ما بودن متوجه خواهند شد که چقدر ما شرح آیات، بست آیات، مطرح کردن مفاهیم آیات، ربط بین آیات، ربط یک بخش آیه با بخش دیگر آیه، ربط یک آیه با آیه دیگر، ربط چند آیه که در یک موضوع خاص هست با آیاتی که بعد از اون مطرح میشن با یک دیگر، چقدر کمک میکنه به ما در سریع حفظ کردن، در بهتر حفظ کردن، در ماندگاری بیشتر در آیات کلام الله مجید. این که ما در برنامه حفظ قرآن هم بیشتر به این موضوع میپرداختیم و بیشتر وقت برنامه ها من اختصاص پیدا میکرد به شرح و ترجمه آیات، چون هدف اصلی ما در ابتدا هم گفتیم از حفظ کلام الله مجید فهم آیات و عمل به اون هست، و دوم در راه حفظ هم فهم آیات خیلی به ما کمک میکنه که سرعت ما رو بارا میبره، ماندگاری حفظ ما رو بیشتر میکنه و حفظ ما محکمتر میشه، چون میدانیم چه میخوانیم، چون میفهمیم که چه میخوانیم، چون علاقمندی ما بهش بیشتر میشه، چون محبت ما با اون بیشتر میشه، چون ربط بین آیات رو بیشتر درک میکنیم. خیلی از مواردی که حفاظ کلام الله مجید دچار اشتباه میشن ربط بین بخش های مختلف آیه به هم دیگر هست، یک بخش رو فراموش میکنن، الخصوص آخر آیات رو که خیلی الفاظ و صفاتی که استفاده میشه شبیه هم هست. این موارد رو عزیزانی که همراه ما بودن بهتر متوجه میشن و عزیزانی که مشغول حفظ کلام الله مجید بودن. پس حفظ با فهم آیات و مفاهیم و ترجمه که گروه سنی خاص داره برای خودش و یک صنف خاص رو میطلبه، ما برای خردسالان و نونهالان به هیچ عنوان این رو پیشنهاد نمی کنیم که از ابتدا شروع بکنن هر آیه و سوره رو با ترجمه و معانی و فهم استفاده بکنن، نه این رو پیشنهاد نمی کنیم. برای کودکان انشاءالله صحبت خواهیم کرد چه موارد رو بیشتر دقت کنیم، برای عزیزانی که انقدر آشنایی دارن در حد یک چند کلاسی 7-8 کلاسی حداقل درس خوانده باشن کافی است. من نمیگم حتما مدرک دانشگاهی داشته باشن، مدرک حوزوی داشته باشن، نیازی نیست. اگر انشاءالله همراه ما باشید در خلال برنامه های پیش رو از حفظ کلام الله مجید، اگر عمری باقی بود انشاءالله به این صحبت بنده بیشتر اطمینان پیدا خواهید کرد. در موضوع بحث حفظ قرآن کریم یک موضوع دیگر با مفاهیم و معانی آیات، یک موضوع دیگر مد نظر ما باشه که ما وقتی صحبت از ترجمه معانی آیات میکنیم مراد این نیست که حتما کلمه به کلمه و لفظ به لفظ بفهمیم، مفهوم کلی رو متوجه شدیم برای ما کافی است. حفظ با فهم سرعت ما رو بیشتر میکنه، پس مناسبتر هست که ما در راه حفظ شروع بکنیم به یادگیری معانی کلمات، ترجمه کلمات، فهم آیات. خب آقای سلیمانی، کار ما مشکل میشه اگه بخوایم این کارو بکنیم. ما اگه بخوایم کلمات رو هم حفظ بکنیم، بفهمیم، دقت بکنیم، درسته قبول دارم در ابتدای راه، در ابتدای راه یک مدتی شاید زحمت بخواد، نابرد رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، آن که طاووس خواهد جور هندوستان کشد. این طبیعی است و هر روز انسان یک کفشی رو هم که تازه می خره از مغازه پا می کنه، گوشه های کفش پای انسان رو اذیت می کنه تا مدتی که جا باز می کنه بعد مشکل حل می شه. در ابتدا شاید یک مقداری احساس بشه که ما در راه فهم معانی آیات نیاز به تلاش بیشتر داریم، اما
گذر زمان روز به روز لذت کار ما رو بیشتر میکنه، دقت ما رو بیشتر میکنه، تسلط و آشنایی ما رو با آیات بیشتر میکنه و کار ما رو آسان‌تر خواهد کرد. این یکی از مواردی است که در بحث روش‌های مناسب برای حفظ قرآن کریم باید مد نظر ما باشه. مناسب‌تر این هست که ما ترجمه آیات رو هم مد نظر داشته باشیم. عزیزانی که میتونن ما تشویق میکنیم و توصیه میکنیم در ترجمه آیات استفاده بکنید، از ترجمه آیات و توضیحات بیشتر باشه. در ابتدای شروع سوره یونس انشاءالله ما دوباره از سوره مبارکه یونس در خلال هفته های آینده انشاءالله بحث خودمون و درس خودمون رو امتداد خواهیم داد. حفظ قرآن کریم رو اونجا در این باب باز انشاءالله به صورت عملی بهتر و بیشتر متوجه خواهیم شد. آیا حفظ آیات کلام الله مجید هم نیازی هست یا نه؟ ما گفتیم که خب یک عده کثیری زیادی است عزیزان ما آیات رو حفظ میکنن، مینشینن میخونن 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 تا حفظ میشن. چی خوندی؟ فلان سوره رو. یعنی چی؟ بخون ترجمه کن، ترجمهشو بلد نیست اما حفظه. عزیزانی هستن یک قدم جلوتر رفتن، حفظ کردن با ترجمه، ترجمه رو هم میفهمن، یعنی تا حدود متوجه میشن حکایت چیست. اما وقتی از اونها میپرسیم خب کجاست، یک کمی در پیدا کردن آیه دچار مشکله، نهایتش پیدا میکنه که در فلان جزء مسلط تر باشه میره سراغ سوره، سورهایی که کوچکتر هستن قصدم است. مثلا سوره مثل بقره خوب مشخصه که دو نیم جزء هست، سوره های آل عمران، نساء، سوره های ابتدایی بزرگ هستن. سوره رو پیدا میکنه، فلان سوره است. مثلا میگه آقا در سوره آل عمران، خب آل عمران 200 آیه است، نساء 176 آیه است، بقره 286 آیه است. کجای بقره، کجای آل عمران، کجای نساء؟ محدوده رو پیدا میکنه، اما برای گشتن و پیدا کردن یک آیه باید مصحف باشه، ورق بزنه ورق بزنه ورق بزنه تا پیدا بکنه که ها فلان آیه است. اما عزیزانی هستن تا حفظ کردند و ازشون پرسیدید کجاست، فلان آیه، فلان سوره، فلان صفحه، آیه نیازی هست یا نه؟ حفظ شماره آیات و شماره صفحات، آیا ما حفظ ما حتما باید با شماره آیه و صفحه باشه که بگیم حافظ شدیم یا نه؟ در موضوع فضیلت حفظ قرآن و اهمیت حفظ قرآن شکی در این نیست که شماره آیه هیچ ربطی به فضیلت قرآن، حفظ قرآن و اهمیت حفظ قرآن، اون بار معنویش، اون درجاتی که ما در قیامت انتظارش رو داریم، ربطی به شماره آیات نداره. عزیزانی که حفظ کردن بدون شماره آیات، حافظ هم هستن، تسلط هم دارن، اون ارزش و جایگاه و فضیلت هم محفوظ هست. بسیاری از امامان مساجد بزرگ بسیاری از علما، بسیاری از مفسرین آشنایی دارن با آیات کلام الله مجید، حافظ قرآن کریم هم هستن، مسلط هم هستن، شماره آیات رو هم بلد نیستن. بله، شماره آیه حفظ کردن نه واجب است نه سنت است، اگه بخوایم حکم فقهی روش بگیم هیچ کنوم از این موارد نیست. ولی وقتی صحبت از تسلط به حفظ قرآن کریم میشه، ما شکی در این نیست که تسلط به آیات و شماره آیات ما رو در استدلال به آیات کلام الله مجید خیلی مسلط تر خواهد کرد، ما رو در استفاده از آیات کلام الله مجید مسلح تر خواهد کرد. تسلط حفظ ما رو خیلی بیشتر میبره بالا، سرعت حفظ ما رو بیشتر میکنه. این رو من با تجربه شخصی
از خودم و همراهیان عرض میکنم. مجرد یک ادعا نیست. حفظ شماره آیات الزامی نیست، اجباری نیست و هیچ وقت هم ما هیچ کسی رو ملزم نمی کنیم و مجبورش نمی کنیم که حتما شما باید آیات رو حفظ بکنیم. اگر کسی قرآن رو بدون آیات هم حفظ کرد، اون ارج و مقام و فضیلت و درجهش محفوظه نزد الله تعالی. اما هیچ شکی در این نیست، فکر نمی کنم کسی در این مورد با من مخالفتی داشته باشه که حفظ شماره آیات تسلط ما رو خیلی بالا میبره، علل خصوص برای اون عزیزانی که قصد دارن تخصصی در موضوعات قرآنی کار کنند. به عنوان نمونه عزیزانی که دروس دینی رو به صورت تخصصی پیش میبرن و دوست دارن که قرآن کریم رو حفظ بکنن، یقیناً این عزیز اگر قرآن کریم رو با شماره آیات حفظ کرد، با توجه به این که ایشون به صورت تخصصی داره علوم اسلامی رو هم یاد میگیره، یقیناً این حفظ خیلی قوی‌تر و بهتر و موفق‌تر از حفظ بدون آیات. و ثمره این رو این بزرگوار در آینده تحصیلی خودش خواهد دید. عزیزانی که دوست دارن حفظ تخصصی داشته باشن، من پیشنهاد من این است که شماره آیات رو حفظ کنید. آیا به خاطر سپردن 6236 عدد کار انسان رو مشکل نمی کنه؟ یعنی ما الان سوره بقره رو حفظ کردیم، 286 آیه رو حفظ کنیم، خب خود حفظ متن آیات که 47 صفحه هست بدون سوره حمد میشه با اون 48 تا. الان ما خب متن رو حفظ کردیم، باز 286 تا عدد هم به خاطر بسپاریم، کار ما رو مشکل نمی کنه. آیا هر آیه رو با شماره حفظ کردن در ظاهر کار مشکل به نظر میاد برای عزیزانی که تجربه ندارن؟ عزیزانی که تجربه حفظ با شماره آیات ندارند و یا حفظشون رو شروع نکردن، هنوز حفظ قرآن رو شروع نکردن، وقتی از بیرون به کار نگاه میکنیم به نظر کار مشکل میرسه. اما وقتی که وارد گود و میدان شدید و شروع کردید و حفظ کردید، اون موقع شما میفهمید که حفظ با شماره آیات خیلی سریعتر و موفقتر از حفظ بدون شماره آیات. یک مثال میزن. کتابخانه های عمومی، کتابخانه های بزرگی که استفاده اون برای عموم آزاد هست، هزاران جلد کتاب در اون هست. ما وقتی که وارد این کتابخانه میشیم برای پیدا کردن یک کتاب خاص در یک موضوع خاص، یا یک کتاب خاص از یک مؤلفی که فقط نام مؤلف رو ما میدونیم، کتاب رو نمیدونیم، میخوام ببینیم که فلان مؤلف چه کتابهایی داره، یا اصلا نه موضوع کتاب رو میدونیم نه مؤلف رو میدونیم، فقط نام کتاب رو میدونیم، چطور پیدا میکنیم؟ وقتی وارد میشیم اون بخش در ابتدای ورودی، حالا چه کامپیوترهایی گذاشته باشن چه بخشهایی به اسم برگدان، عنوان موضوع مؤلف، ما میریم میگردیم پیدا میکنیم یک کدبندی های اعدادی نوشته شده، تمام کتاب های چند هزار جلد یا چند صد هزار جلد کتاب حتی در این کتابخانه همه کدبندی شده، یعنی تقسیم بندی شده، موضوع بندی مشخصه. ما می نویسیم اون مشخصات رو به مسئول کتابخانه تحویل میدیم، در خلال کمتر از چند دقیقه اگر کتابخانه خیلی بزرگ باشه، یا در خلال کمتر از یک دقیقه میره و اون کتابی رو که ما ازش خواستیم برامون میاره میده دستمون. این سرعت عمل از کجا ایجاد شد؟ ما در خلال کمتر از چند دقیقه در این کتابخانه به اون کتابی که میخواستیم دست پیدا میکنیم، چون در ابتدای تشکیل این کتابخانه یک نظم خاصی گذاشته شد که این کتاب‌ها باید بر این مبنا تقسیم بندی بشه، اینطور باید مرتب بشه، اینطور باید شماره گذاری بشه و این قسمت باید تعبیه بشه، اینطور باید نوشته بشه، یک زحمت اولیه کشیده شد و هزاران زحمت ثانویه رو تعطیل کرد.
یک بار یک عده زحمت کشیدن، تحمل کردن، الان مرتب شده و این همچنان باقی است و هر کسی که اینجا میاد به راحتی میتونه که کارش رو انجام بده. اما اگر همین کتاب رو در همین کتابخانه بدون این نظمی که وجود داره، هر کتابی از راه میرسید، آقا یک کامیون ماشین کتاب آوردن، فلانی کتابخونه‌اش رو وقف کرد، فلانی کتابای جدید خرید، آقا بگذارید دیگه همینجوری بچینید کنار هم، چند هزار جلد کتاب رو حالا شما بیا بگرد پیدا کن. از کجا پیدا میکنی؟ کجا میگردید دنبالش؟ کدوم قفسه رو میگردید؟ مگه یکی دو تاست؟ شاید این کتابی که در کمتر از یک دقیقه ما پیدا کردیم، برای پیدا کردن همین یک کتاب دو شبانه روز کامل بعد در این کتابخانه بیدر و پیکر بگردیم تا پیدا بکنیم که این کتاب کجاست. این تفاوت بین اون عزیزانی است که حفظشون منظمه و اون عزیزانی که نه، زیاد نظم خاصی برای حفظشون ندارن. الحمدلله الان به فضل باز این بحث برنامه‌های کامپیوتری و سرچ و اینها راحت‌تر میشه پیدا کرد. نیاز نیست اونقدر انسان وقت بگذاره، اما خب این همه جا فراهم نیست که انسان در بین استدلال خودش، صحبت خودش بیاد یکی یکی سرچ بکنه. عزیزانی که با شماره آیات حفظن، دقیقاً مثل همون کتابخانه‌ای که مرتب کردن همه چیزشون رو، تا آیه گفته بشه شماره رو به ذهنش میاد، تا شماره گفته بشه آیه به ذهنش میاد، کار هم خیلی آسانه. من به نظر من و تجربه شخصی بنده و همراهان بنده که زیاد هستن، یکی دوتا هم نیستن و در همین برنامه حفظ قرآن هم صدها نفر از خواهران و برادران همراه ما در این تجربه مشارکت کردند و تأیید میکنن یقینا صحبت بنده رو، حفظ با شماره آیات خیلی آسان تر از حفظ بدون شماره آیات. حفظ با شماره آیات از حفظ بدون شماره آیات آسان تره. این نظر من و همراهان بنده است. تجربه عملی ماست. نترسید از حفظ شماره آیات، حفظ کنید. با حافظه خودتون اعتماد کنید. توانایی حافظه من و شما خیلی بیشتر از اون چیزی هست که ما فکرش رو میکنیم. و خیلی آسانه. الان خصوص وقتی که همه چی مرتب میشه. به شرط اینکه روش مهمه. یک سری تمرین‌های خاص داره، یک نظم خاصی داره دیگه، یک نظم خاص باید رعایت بشه که انسان در این روش بیاد. پس توصیه می‌کنیم برای عزیزانی که تازه حفظ می‌کنند و قصد حفظ کلام الله مجید رو دارن، که بعد از انتخاب مکان مناسب، زمان مناسب، نسخه مناسب در روش حفظ قرآنشون فقط به تکرار اکتفا نکنند، به ترجمه معانی آیات بپردازند، دقت کنند، بفهمند و در کنار اون شماره آیات رو هم از الان تصمیم بگیرن که به خاطر بسپارند، شماره آیات رو هم حفظ بکنن. خیلی ساده است. میرسیمش چطور شماره آیات رو حفظ بکنن؟ خیلی ساده است. وقتی دو تا چیز در کنار هم همیشه ذکر میشن، یک آیه است به یک شماره. شما شماره آیه رو وقتی که میخواید حفظ بکنید، فقط همین کاری رو که الان ما در مصحف انجام میدیم، ما هر صفحه از مصحف قرآن رو که باز میکنیم میخوایم تلاوت بکنیم، شروع میکنیم، ما تلاوت میکنیم، قال کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک الیوم تنسا، این سوره طه است. این آیه رو میخونیم، آخرش نوشته 126، آیه 126 هم سوره مبارکه طه است. آخر این آیه نوشته 126. الان ما میخوانیم این رو، میبینیم وقتی که تلاوت میکنیم، اما به زبان نمیاریم. میبینیم به زبان نمیاریم، گذر میکنیم، میریم. ما فقط وقتی تلاوت میکنیم آیات رو، هر کسی که مصحف باز میکنه تلاوت میکنه آیات رو، میبینه شماره آیات رو، اما به زبان نمیاره. همین کار رو ما در حفظ میکنیم. یعنی هر جایی که میخوایم حفظ بکنیم، اول یاد ما هست که این آیه شماره چند هست و شماره آیه رو جزئی از آیه میدانیم که به ذهن میآید اما به زبان خوانده نمیشود. فقط همین کافی. همین در ذهن شما باشه، به مرور زمان خود به خود در کنار هم ذکر شدن آیه و شماره آیه سبب میشه تا آیه رو بگن شماره ذهن شما بیاد، تا شماره رو بگن آیه به ذهن شما برسه. پیشنهاد من برای همه عزیزانی که دوست دارن تازه سوره هایی رو حفظ بکنن این هست که شماره آیات رو حفظ بکنن. البته برای حفظ شماره آیات باید حتما مصحفی که استفاده میکنید صفحه تمام باشه. یعنی چی؟ یعنی حتما بعد آخر صفحه آخر آیه باشه، که این مصحف عثمان طه این ویژگی رو داره و مصحف هایی از
مصفای من نسخه های پاکستانی هم هستن که صفحه تمام، یعنی آخر صفحه همیشه آخر است، و این هم نمونه کپی شده از مصحف عثمان طه است، یعنی سعی کردن که بر همون نظم بنویسنش. عزیزانی که میخوان با شمار آیه حفظ بکنن، حتما باید مصحفی که دارید مصحف شما آخر صفحه آخر آیه باشه، نه که نصف صفحه نصف آیه تو این صفحه نصف آیه در صفحه بعد، نه، حتما باید آخر صفحه آخر آیه باشه، یعنی خط به شکلی نوشته شده باشه که صفحه تموم بشه با آخر آیه و اول صفحه همیشه اول آیه باشه. این مد نظر عزیزانی که میخوان با شمار آیات حفظ بکنن باید باشه. در توضیحات بیشتر حالا باز صحبت میکنیم، تا اینجا من پیشنهادم به همه عزیزانی که دوست دارن حفظ بکنن این است که شمار آیات رو حفظ بکنید، برای عزیزانی که تازه میخوان حفظ بکنن. اما عزیزانی که حفظ کرده اند چی؟ عزیزی در برنامه های گذشته این سوال رو هم پرسیدن، عزیزانی که دوست دارن شمار آیات رو حفظ بکنند ولی قبلا حفظ نکردن، اونهایی که هیچ حفظ نکردن که کارشون آسون است. اما دسته دوم عزیزانی که حفظ کردن چند جزئی هم حفظ دارند، یا کل قرآن حفظ کردن به همین روش، یعنی بدون شماره آیات، الان آیا این عزیزان می توانند که شماره آیات رو هم از اول اضافه بکنن به آیات؟ کار نشدنی نیست، بله می توانند به چند شرط. یکی همت جانانه که انشاءالله دارن چون تصمیمش رو گرفتن. دوم نسخه اون عزیزان باید همونجوری که عرض کردم نسخه بوده باشه که آخر صفحه آخر آیه باشه، آخر صفحه آخر آیه باشه، چه مصحف عثمان طه چه نسخه هایی که از چاپ های دیگه است اما این ویژگی رو داره. این دو. سوم این عزیزان از این به بعد باید یک سری تمرین های خاصی داشته باشن اگر حفظشون مسلط است. اگر حفظشون مسلط نیست که فراموش کردن حتی متن و آیات رو، که بعد از اول شروع بکنن دیگه، اصلا کلا بعد از اول حفظ بکنن. یک تمرین های خاصی بعد برای حفظ شماره آیات و شماره صفحات داشته باشن که این رو اجازه بدید در هنگام رسیدن به موضوع خود چگونگی به خاطر سپردن شماره آیات در برنامه بعدی ان شاء الله به همراه شما عزیزان به تفصیل درباره صحبت خواهیم کرد. ما در برنامه بعدی حفظ عملی رو شروع میکنیم، به صورت عملی تجربه عملی شروع میکنیم که چگونه حفظ بکنیم. ما هنوز هم داریم درباره روش شروع صحبت میکنیم که اینها خوبه، یعنی این موارد رعایت میشه، اما به صورت عملی یک تجربه عملی هم در برنامه بعد بیاری علوه متعال خواهیم داشت به همراه شما عزیزان. از ابتدای سوره مبارکه یونس آغاز میکنیم، یک مقداری رو به همراه شما به صورت عملی حفظ میکنیم تا متوجه بشیم قشنگ که ما مراحل حفظ ما چگونه قدم به قدم به خاطر بسپاریم، آیات رو با چه سرعتی بخوانیم، چند بار بخوانیم، چطور بخوانیم، چه موقع به نسخه نگاه کنیم، چه موقع ذهنمون نگاه بکنیم، چطور تکرار بکنیم، به چه ترتیبی حفظ بکنیم، شماره آیات رو عزیزانی که میخوان حفظ کنن چطور حفظ کنن، ترجمه رو چطور به خاطر بسپاریم. همینه باشه در برنامه بعد به صورت عملی ما انشاءالله در این باب صحبت خواهیم کرد. ما در بحث روش های حفظ قرآن کریم هیچ الزامی نیست عزیزان شماره حفظ بکنن، اگر دوست نداره عزیزی نمیخواد، هیچ نقصی در حفظش ایجاد نخواهد شد، ولی برای ترجمه عزیزانی که شرایطشو دارن من باز هم توصیه میکنم و تشویق میکنم عزیزان رو اگر شمارهایت رو هم حفظ نمیکنید ترجمه و معانی رو حتما دقت کنید چون خیلی مهمه. حالا اگر شماره های انسان حفظ نباشه زیاد مهم نیست و عیبی هم نیست، ولی اگر ترجمه آیات رو حافظ قرآن باشه و نفهمه که چی داره میخونه برای یک طفلی قابل قبوله، برای یک خردسالی قابل قبوله که بگیم خب بچه هست نمیفهمه، حفظ کرده همین نوش جانش و قابل تقدیره و بعد دست و پیشانیش رو بوسید. اما برای عزیزانی که سنی از اونها گذشته و پا به سنی گذاشتن و به هر حال الان به عنوان یک حافظ قرآن یک الگو هستن، یک نمونه هستن در جامعه و به یک دید دیگری به اونها نگاه میشه دیگه، آشنایی با مفاهیم قرآن کریم، آشنایی با معانی قرآن کریم برای این عزیزان یک ضرورت هست. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که خب اشکالی نداره متنش حفظ کردید، نه، چون الان شما دیگه یک الگویید، شما الان مردم به عنوان یک مرجع به شما نگاه میکنن، دید مردم به شما متفاوت با دید به یک خردسال و طفل هست.
مردم از شما حرف شنوی دارند، مردم به دید دیگری به شما نگاه میکنند، مردم شما رو الگو میدانند. یک حافظ قرآن رو وقتی که ما دید ما به حافظ قرآن کریم این گونه هست، من همیشه به خاطر دارم که در دورانی که من تازه شروع به حفظ قرآن کریم کرده بودم، یک عزیزی حافظ کل بود و نمازهای تراویح رو پشت سر ایشون میخوندیم و جوان فرهیخته‌ای بود و من چنان علاقمند به اخلاق و رفتار و شخصیت این شخص بودم که واقعا فکر میکنم همه رفتارهای این شخص الگو هست. یعنی دید ما همیشه نسبت به حافظ کلام الله مجید و دید جامعه ما این است. به همین خاطر در ترجمه ایشان عزیزان باز هم تاکید میکنم ترجمه و معانی و فهم آیات باید بیشتر دقت بکنیم. شماره آیات رو عزیزانی که دوست دارن بسم الله، و باز هم علی خصوص عزیزانی که تازه میخوان شروع بکنن بر شماره آیات همراه ما باشید. در برنامه بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد. من به همین قدر اکتفا میکنم در این برنامه. و عزیزانی که در کلاس حفظ قرآن کریم با ما بودن، ده روز اول رو ما الان این چند جلسه ای که به بررسی مقدمات و روش ها میپردازیم فرصتی است برای تکرار. من یقینا میدونم اون عزیزان هم تکرارهاشون رو حتما خواهند داشت. ده روز اول رو تکرارها رو حتما داشته باشید به صورت برنامه ریزی شده در نمازهای خودتون در فرصتهای خالی، که ما انشاءالله ده روز دومی که شروع کردیم دیگه با سرعت همینطور پیش میریم. باز دیگه توقفی بیاری الله متعال نخواهیم داشت تا انشاءالله نصف قرآن کریم. و در بخش دوم برنامه بعد از میان برنامه انشاءالله عزیزانی که دوست دارن تماس بگیرن در موضوع مسابقه قرآنی شبکه جانب سرق، مسابقه حفظ قرآن کریم، ما مسابقه ما در حفظ قرآن کریم هست. عزیزانی که زنگ میزنن حتما باید حفظ کرده باشن و از حفظ پاسخ بگویند. ما در برنامه حفظ قرآن کریم، من یک توضیح کاملی در این باب مسابقه بدم تا عزیزانی که در جریان نیستن متوجه بشن که حکایت چیست، چون بعضی از سوالهای وارده نشان از این داره که عزیزانی بعضی نمیدونن اصلا حکایت چیست. ما مسابقه حفظ قرآنی که داریم مرتبط با آن چیزی است که در برنامه حفظ قرآن ما حفظ کردیم. ما از 90 و چند قسمت پیش ما برنامه آغاز شده به صورت هفتگی، حدود نزدیک 2 سال است که ما برنامه رو داریم پیش میبریم، کمتر از 2 سال البته، و از ابتدای قرآن کریم شروع کردیم به صورت هفتگی 3 صفحه 2 صفحه، کمتر از 2 نشده، بیشتر از 3 نشده الا بعضی موارد خاص. و ما تا پایان سوره مبارکه توبه حفظ کردیم به همراه عزیزانی که همراه ما بودن در کلاس حفظ قرآن کریم، و این مسیر رو پیش گرفتیم. یک چند جلسه ای هست که توقف کردیم و ادامه خواهیم داد. مسابقه ما هم فقط در همین 10 جزء هست، یعنی از ابتدای قرآن کریم تا پایان سوره مبارکه توبه. و در هر برنامه چند سوره رو ما مشخص میکنیم که عزیزانی که تماس میگیرند و حافظ این سوره ها هستند، در این سوره های مشخص میتونن در مسابقه ما مشارکت بکنن به صورت زنده، در برنامه به صورت زنده تماس میگیرن و من همینجا از اونها سوالی خواهم پرسید و اگر قادر به پاسخگویی بودند، نام اونها رو ما در لیست قرعه کشی مسابقه یادداشت میکنیم. عزیزی که یک بار مشارکت کرد و نام ایشون نوشته شد در لیست قرعه کشی، نیازی به مشارکت دوباره نیست. هر عزیزی که یک بار مشارکت کرد و نام ایشون نوشته شد، نیازی نیست دوباره ایشون زنگ بزنه و در مسابقه شرکت بکنه. و عزیزانی که نام اونها در لیست قرعه کشی نوشته خواهد شد، منتظر خواهند ماند بیاری الله متعال تا روز عید سعید فطر، و انشاءالله قرعه کشی ما در روز عید سعید فطر از بین عزیزانی که موفق به پاسخ شده اند در برنامه زنده، از بین این عزیزان ما قرعه کشی خواهیم کرد و به 5 نفر از این عزیزان هزینه سفر و عمره انشاءالله اعطا خواهد شد. عزیزانی که در این مسابقه شرکت میکنند، ما در این هفته قرار بود که از بین سوره های آل عمران، نساء و مائده، عزیزانی که قادر به مشارکت در یکی از این سوره ها هم باشن ما قبول میکنیم. آل عمران، نساء و یا سوره مائده، این 3 تا سوره ای که عزیزان میتونن در یکی از اینا حتی، ولی عزیزانی که تماس میگن، من خواهش من این است که حداقل یکی از این سوره ها رو کامل حفظ باشید. بعضی از عزیزان میگن ما تازه شروع کردیم میخوایم حفظ بکنیم، ما هنوز چند جلسه دیگه هم داریم، 7-8 جلسه دیگه هم پیش رو داریم ان شاء الله. عزیزان که حفظشون تکمیل نشده میتونید صبر بکنید تا حفظتون تکمیل بشه و ان شاء الله در برنامه‌های پیش رو
تماس بگیرید و انشاءالله مشارکت داشته باشید. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم. بعد از اون تماس‌های تلفنی شما عزیزان رو خواهیم داشت در باب مسابقه، و یا حتی عزیزانی که قصد شرکت در مسابقه ندارن شاید سوالی داشته باشن درباره حفظ قرآن کریم، روش‌های حفظ قرآن کریم. اگر در زمینه حفظ قرآن کریم هم هر عزیز سوالی دارن در خدمت شما عزیزان خواهیم بود بعد از یک میابر. صفا کردنش با من، به من درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با من باش که پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش، بیاور ذره ای اخلاص که دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم آنی، طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. چو خوردی روزی امروز تو ما را، شکر نعمت کن غم فردا مخور هرگز، که فردا خوردنت با من، که فردا خوردنت با من. به قرآن آیه رحمت فراوان است و ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس که امضا کردنش با من. دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من، به من درد دل افشا کن مداوا کردنش با من. دلت را خانه من کن مصفا کردنش با من، به من درد دل افشا کن مداوا کردنش با من، مداوا کردنش با من. دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء، رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء بالقرآن نحيا. بعد السلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، در بخش پایانی برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و تماس‌های تلفنی شما عزیزان با شماره‌ای که رفیق جان برای شما زیرنویس خواهد کرد و میتونید با این شماره تماس بگیرید و در مسابقه برنامه امروز که در سه سوره آل عمران
نساء و مائده هست با ما مشارکت بکنید. در یکی از این سوره ها هم مشارکت بکنید میپذیریم. و خواهش بنده پیشاپیش از عزیزان این هست که عزیزانی که تماسشون برقرار میشه صدای ما را از گوشی تلفن بشنوید و به تلویزیون گوش نکنید. عزیزانی منتظر هستن تا صدای خودشون را از تلویزیون بشنون و این سبب ایجاد مشکل میشه. همچنین اگر سوالی در زمینه حفظ قرآن کریم و روش حفظ قرآن کریم و برنامه حفظ قرآن کریم داشتید ما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تماس اولین برنامه رو با هم دریافت میکنیم. سلام علیکم. سلام بر شما بیننده گرامی. برنامه حفظ قرآن کریم بفرمید. بیننده گرامی سلام بر شما، با تلفن صحبت کنید. صدای بنده رو دارید؟ رفیق جان صدای من رو ظاهرا نشون ندارن. من از شما معذرت خواهی میکنم. بیننده بعدی سلام علیکم. بیننده گرامی برنامه حفظ قرآن کریم بفرمید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید برادر؟ محمدی عبدالله هستم از تاجیکستان. برادر عزیز محمد عبدالله از تاجیکستان در مسابقه شرکت میکنید قربان؟ بله میخوام در مسابقه شرکت کنم. کدام سوره ها رو حفظید؟ آل عمران، نساء، مائده، کدام یک؟ یا هر سه؟ آل عمران. در سوره مالک آل عمران. اعوذ بالله من الشیطان. من آیه رو تلاوت میکنم شما ادامه بدید. خوب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کل نفس ذائقة الموت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. احسنتم ماشاءالله عالی بود ماشاءالله. یک سوال دیگر را من فقط به خاطر اینکه دوست دارم صدای زیبای شما رو بیشتر به شما میپرسم وگرنه نیازی به سوال دیگر نبود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أحسنتم أحسنتم ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خير. بسیار عالی بود استاد، بسیار عالی بود، بسیار عالی بود استاد، افتخار دارید استاد، سلامت باشین، زنده باشین، بسیار خوشحال کردید منو، الله تعالی شما رو برای ما حفظ بکنه. ما تقاضای ما این هست که در برنامه های روحانی هم تماس بگیرید، با صدای زیبای خودتون بینندگان عزیز ما رو هم به فیض برسانید. روزهای جمعه اگر فرصت داشته باشید حتما انشاءالله مشارکت بکنید. من نام شما رو در لیست قرعه‌کشی مسابقه ما انشاءالله حتما خواهم نوشت و امیدوارم که یکی از برندگان ما باشید برای سفر عمره. انشاءالله انشاءالله سلامت باشین. متشکر از تماسش. محتاج دعای خیرتون استاد. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. انشاءالله شما هم دعای شما دعا کنه. دارا فراموش نکنید. محتاج دعای خیرتون. لطف کردید. متشکر از تماس شما. بارک الله فیکم. بیننده بعدی رو میگیم سلام علیکم. برنامه حفظ قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی صدای ما رو از تلفن بشنوید. سلام علیکم. سلام علیکم خواهرم. برنامه حفظ قرآن کریم بفرمایید. بیننده بعدی سلام علیکم. برنامه حفظ قرآن کریم بفرمایید. بیننده گرامی روی خط هستید. سلام بر شما. سلام علیکم. عزیزانی که روی خط میاد لطف کنید با تلفن صحبت کنید وگرنه نوبتتون از دست میره. سلام علیکم. برنامه حفظ قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نامتان چیست؟ من سوره شمس را بخونم. شما میخواین سوره شمس را بخونید. بسم الله چشم بخونید. گرچه مسابقه حفظ قرآن هست اما سوره شمس را تلاوت بفرمایید. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها وما سواها وانحماها فجورها واتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ أشبه أشقاها كذبت فقال لهم كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله نقات الله وسقياها فكذبه فدمدم عليه ربكم بذنبهم فصواها ولا يخاف عقباها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احسنتم. شما چند سال دارید؟ نامتان چیست؟ نامتان چیست؟ عمو جان. جانانه. جانانه. چه نام جانانه ای؟ چند ساله هستین عزیزم؟ نه ساله.
9 ساله، ماشاءالله ماشاءالله، بسیار عالی بود، بسیار عالی بود، ماشاءالله احسنت. تشکر از شما. متشکر از شما، لطف کردین، تشکر از شما، تشکر از شما. شما در حق ما دعا کنید عمو جان، شما دعا کنید، ما حتما در حق شما و خانواده و همه بینندگان دعا خواهیم کرد. متشکر از تماس شما. ممنون از تماس شما. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی برنامه حفظ قرآن کریم، سلام بر شما، بفرمایید. و علیکم السلام. شبکه 27 برنامه حفظ قرآن است. برنامه حفظ قرآن کریم شبکه جهانی وصال حق، صدای شما در استودیو در حال پخش هست. خودتون رو معرفی میکنید خواهرم؟ من از تاجیکستان. نامتان؟ نامم علیه اسماعیل زاده. خواهرمون علیه اسماعیل زاده، در مسابقه شرکت میکنید خواهرم؟ بله، من از سوره بقره، آل عمران و سوره نساء از همون وقتی که شما تعلیم قرآن آغاز کرده در شبکه وصال حق، از همون وقت قصد حفظ قرآن کردم. الحمدلله این سه سوره بزرگ را یاد کردم و بعد انا پاره تبارک و پاره اما را نیز پیش از یاد بودم. شکرانه خدا، اکنون حرکت دارم که در مسابقه اشتراک بردم. انشاءالله انشاءالله. از بین سوره آل عمران و نساء کدام سوره برای شما بهتر است؟ خیر، شکرانه خدا، هر وقت نماز، چی نماز ظهر چی نماز پنج وقته، من در زمین سوره میگرم. الحمدلله اگر خداوند نصرت دهد برای همه تیارم. انشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. من سوال اول را سوره آل عمران میپرسم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما تجري في البحر بما فارم. سورة آل عمران بخونيت شما رفت سورة بقرة. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. احسنتم خواهرم، ما شاء الله ما شاء الله، کافی است. شما با یک سوال هم ثابت کردید که سوره مبارکه بقره رو حفظ هستید، هم سوره مبارکه آل عمران، چون مشابهی که از سوره مبارکه بقره خواندید دلالت بر حفظ سوره مبارکه بقره است. جزاکم الله خیر. من نام شما رو در لیست قرآن کشی برنامه اضافه میکنم، انشاءالله که الله تعالی سفر عمر نصیب شما بگرداند. رحمت میبخشید استاد، یک کودک 7 ساله دارم، الحمدلله 15 پاره حفظ کرده است، اما برای مسابقه برای کودک هم اجازه هست یا نه؟ برای کودکان اجازه هست، چرا که نیست؟ اگر چون در همین سوره ها حفظ هستن؟ ها، ای از طرف سوره های مائده پاره قسم الله تبارک و عمه و از طرف بقره تا پاره 13 هم الحمدلله با تکرارش برامده ساده است، اما کودک کمتر خورتر است، 7 ساله اگر بیرون هیچ مشکل نیست، هیچ مشکل نیست. اگر آماده هست من از سوره نساء یک سوال ازشون میپرسم. مالش اومده هست، فقط
رفشانبر کودک سال فروزیم. هیچ مشکل نیست. هیچ مشکل. باعث افتخار. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو السلام علیکم. علیکم السلام عمو جان، نامتان چیست؟ محمد اقبال. محمد اقبال جان، ماشاءالله ماشاءالله. محمد اقبال جان، از سوره نساء یک سوال میپرسم، بعد شما تلاوت رو ادامه بدید. باشد؟ بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. تماس ما متاسفانه با ایشون قطع شد. متاسفانه، کاش تماس ما رفیق جان، اگر دوباره محمد اقبال جان زنگ زدن حتما ایشون رو وصل بکنید که من پاسخ ایشون رو هم بشنوم. سلام علیکم. متاسفانه تماس این بینندمون هم قطع شد. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. برنامه حفظ قرآن کریم، بفرمایید. من استاد محترم یک سوال داشتم. امی پسر مکس از سوره 20 تا از جزء 20 تا آخر قرآن پاک ارز داره، میتونه شرکت کنه؟ برای دیگه از آخر شروع کرده. در 10 جزء بعدی هستن؟ بله، بیشی از ده جزء آخره، از الهزاب شریف تا ناس. خب پس خواهرم شما اجازه بدید که ما در یکی دو هفته آینده ما از ده جزء اول اتمام میرسه برنامه ما، چون همینطور جلو میریم انشاءالله. در هفته های پیش رو بازتر میگذاریم، مجال رو بازتر میکنیم که از هر جزئی که دوستان خواستن مشارکت بکنن بتوانن مشارکت بکنن. اجازه بدید در هفته های بعد شما انشاءالله بگیر باشید. هر وقت که گفتیم از هر سوری هر جزئی که دوستان خواستن تماس بگیرن، انشاءالله در اون برنامه مشارکت بکنن. انشاءالله. جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. برنامه حفظ قرآن کریم، بفرمایید. مقداری بلندتر صحبت کنید خواهرم، من صدای شما رو خوب ندارم. خودتون رو معرفی کنید. تماسشون رو متاسفانه قطع شدم. امروز مشکل ظاهرا تماس ها رو داریم. سلام علیکم. برنامه حفظ قرآن کریم، بفرمایید. سلام علیکم استاد. سلام بر شما. سلام استاد، شما خوب هستید؟ زنده باشید. سلامت باشید، متشکرم. نامتان چیست قربان؟ اسم عبدالله از کابل. پسرم دو سپاره رو حفظ کرده، میخواه برای شما یک سوره رو قرائت کنه. خودتان نمیخوانید؟ چشم، بفرمایید. پسرم کدام سوره رو تلاوت میکنن ایشون؟ سلام علیکم. سلام عبدالله جان. عبدالله که نام بابا بود. نام شما چیست؟ نام اسدالله. اسدالله یا فضل الله؟ بله. اسدالله جان، کدام سوره رو تلاوت میکنید برادر؟ و دعا رو میخواییم بخونم. بسم الله. بسم الله بخانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فهدر صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسیار عالی بود، بسیار خوب بود اصدر جان. ما شاء الله، متشکر از تماس شما. ممنونم، تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه حفظ قرآن کریم، بفرمید. سلام بیننده گرامی، رو خط هستید، بفرمید. بیننده بعدی، سلام علیکم. برنامه حفظ قرآن کریم، بفرمید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید قربان.
عزیزم من یه سوال دارم، یه خواهش دارم. بفرمایید، عمل کنید. من میخوام این نام 72 تن شهید کربلا را یه طوری اعلام کنید. در برنامه های مرتبط اگر فرصت باشه چشم، ولی اینجا در چشم من انشاءالله این رو حتما به استاد انصاری انتقال خواهم داد که در خلال برنامه ها نام 72 تنی که در همراه سیدنا حسین در کربلا به شهادت رسیدن رو ذکر کنن. چشم، امر دیگری هم دارید؟ نه، سلامتی شما، قربان. موفق باشید. الله تعالی شما رو حفظ بکنه. متشکرم. عزیزان لطف کنید که اجازه بدید که در موضوع برنامه باشیم، چون موضوع برنامه مسابقه حفظ قرآن کریم است. حتی عزیزانی که دوست دارن تلاوت بکنن، برنامه ما برنامه روحانی نیست. برنامه حفظ قرآن و مسابقه حفظ قرآن است. نوبت عزیزانی که می‌خوان در مسابقه شرکت کنن زایل نشه. سلام علیکم، برنامه حفظ قرآن کریم، بفرمایید. سلام بر شما بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده گرامی رو خط هستید، با تلفن صحبت کنید. سلام بر شما. متاسفانه تماسشون قطع شد. سلام علیکم، برنامه حفظ قرآن کریم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما. سلام علیکم. السلام علیکم. السلام و علیکم. من خدیجه از تاجیکستان. خدیجه جان از تاجیکستان. شش ساله. سوره واقعه را تلاوت میکنم. سوره واقعه را تلاوت میفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه رافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه واصحاب المسامه ما اصحاب المسامه و سابقون اصد. متاسفانه تماتش زیباییشون قد شد. من خواهش من تشکر میکنم از خدیجان و خانواده محترمشون. من خواهش من باز از شما عزیزان این هست که اگر این مجال رو باز کردیم، برنامه روحانی میشه. عزیزانی پشت خط هستن که دوست دارن در مسابقه حفظ قرآن شرکت کنن، به خاطر احترام به حق این عزیزان اجازه بدید که فقط اونها تماس بگیرن. عزیزانی که فقط در مسابقه شرکت میکنن و یا سوالی در موضوع حفظ قرآن دارن تماس بگیرن. سلام علیکم، برنامه حفظ قرآن کریم، بفرمایید. الو. الو سلام علیکم. الو. الو خواهر آنی سلام بر شما. ما تماسمون با محمد اقبال جان ظاهرا قطع شد. اگر هستن گوشی رو بهشون بدید تا تلاوتشون آغاز کنن. متاسفانه بازم تماسمون بهشون قطع شد. سلام علیکم، برنامه حفظ قرآن کریم، بفرمایید. تماس ها پیش من فراوان هست تا وصل میکنم قطع میشه، نمیدونم مشکل کجا. سلام بر شما، برنامه حفظ قرآن کریم، بفرمایید. الو سلام. سلام بر شما خواهر. آقای سلیمانی حالتون خوبه؟ متشکرم، سلامت باشید. خودتون رو معرفی میکنید؟ عایشه مجیدی هستم. خواهرمون عایشه مجیدی در خدمتتون هستم. خواهر سوال دارید؟ من نصفش حفظ کردم. من از اون نصفش میخونم، امیدوارم خوب بخونم. بفهمید، بفهمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واسروا اولقوا واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يعلن طير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ما شاء الله أحسنتم ما شاء الله خوب بود این مقداری هول شدید من احساس میکنم که به خاطر همین در تلاوتتون هم تاثیر گذاشته اما مشخص است که انشالله حفظی که تنها پیش خودتون میخونید خیلی بهتر از این هست. آره خیلی برام دعا کنیم بهتر انشالله بهتر خواهد شد. من محتاج دعای خیرتون هستیم. متاسفانه من پوزش میتونم از همه شما عزیزان که مشکل فنی سبب میشه تا تماس ها نصف نیمه بمونه و من شرمندم پیش شما. سلام علیکم. الو سلام بر شما. سلام علیکم. الو سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. نامتان چیست؟ من بخوام سوره شمس را بخوانم. سوره شمس را میخواید بخوانید؟ شما بخوانید انشاءالله که آخرین نفر باشید. شما در موضوع روخانی چون مسابقه حفظ قرآن هست انشاءالله ما فقط به همین بیننده عزیز. بسم الله. نشونم متاسفانه خواهد شد. من خواهش من از شما عزیزان این هست شما وقتی که تقاضا میکنید که فلان سوره رو میخونم من جرئت نمیکنم که بگم نخون. نمیشه که جلوی تلاوت قرآن کریم رو گرفت و وقتی عزیز دوست داره تلاوت بکنه شایسته نیست و مناسب نیست که ما بگیم نه نخون و خدایی نکرده آدم میترسه که من از ابلاغ آیه کلام الله مجید نشه. اما خواهش من از عزیزان این است که اجازه بدید ما در مجالی که برنامه داره پیش میره پیش بریم و مسابقه حفظ قرآنمون رو ادامه بدیم. سلام علیکم. برنامه حفظ قرآن کریم بفرمید. یاد ایامی که ما کشور گشایان داشتیم در روی زمین فرمان روایان داشتیم عاملان تیز دست و نیک رایان داشتیم اکنون قدمی به دست ما اجرانش کجا فاتحان اتقانش کجا. سلام علیکم. یا سلام ایشون رو من نشنیدم یا ترجیح دادن به جای سلام شعر بخونن. علی کل حال ممنونم از تماس شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه حفظ قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم آقا. سلام بر شما عزیزم. خودتون رو معرفی میکنید. آقا شبکه جانب سال حق برنامه حفظ قرآن صدای شما در حال پخش در استودیو است. نامتان چیست؟ نام ابو بکر از تاجیکستان. ابو بکر از تاجیکستان در مسابقه شرکت میکنید یا سوال دارید برادر؟ بله انشاءالله در مسابقه. نام کاملتان چیست؟ ابو بکر. ابو بکر کبیر خان سعدالله. ابو بکر کبیر خان سعدالله. کدام بله سوره را آماده هستید قربان؟ آل عمران نساء مائده. حق من داکن کل قرآن انشاءالله. ماشاءالله ما در برابر حافظان کلام الله مجید صحبتی برای گفتن نداریم. من سوالی رو که از برادر عزیزم محمد اقبال جان پرسیدم از شما میپرسم. شما ادامه تلاوت بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما. يكبر دقيقة بهم بخانم الذين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا. متاسفانه تماسشون قطع شد. بیننده بعدی سلام علیکم. سلام علیکم. برنامه حفظ قرآن کریم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید برادرم؟ اسم من
فیض احمد اصلیت از افغانستان هم فیلن مهاجرم به ایران. در مسابقه شرکت میکنید برادرم؟ نه خواستم فقط از شبکتون تشکری کنم، این شماره منو بگن یادداشت کنن که من خیلی زنگ زدم ولی اصلا ماه با این شماره زنگ میزنن جواب منو که نمیده. حقیقتش برادر عزیزم تماس ها از شبکتون تشکری کنم و از خودتون از استاد انصاری و استاد دهقان دیگه، این نور این شبکتون خیلی زیاده. چی بگم، من نمیتونم ستایش کنم اصلا. نشان لطف شماست، نشان لطف شماست برادر عزیزم، لطف دارید، نشان لطف شماست، محتاج دعای خیری تانید. قربان شما، انشاءالله که خداوند شما را سر افراز داشته باشه. آمین، همین ما شما امت اسلامی را مسلمین جهان خدمت کنیم. آمین، انشاءالله لطف توفیق مزید خدمت را دارم. برادران برسد. بزرگوارتون برسد. علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. متشکر از تماس شما. عزیزانی که پشت خط میمونن چون تراکم تماس ها بسیار زیاد است، خصوص در برنامه استاد انصاری عزیز به 13-14 هزار تماس میرسه در یک برنامه و حقیقتا گرفتن این تماس ها در یک برنامه زنده غیر ممکنه، یعنی اصلا امکان نداره که انسان بتونه این حجم تماس ها دریافت بکنه. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه حفظ قرآن کریم بفهمید. بیننده گرامی سلام بر شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نام مبارکتون چیست عزیزم؟ محمد ناصر هستم از افغانستان، از ولایت هرات، قریه باغمراد. برادر عزیزم یک سوال داشتم از محترم و تشکر میکنم از برنامه خوب شما، واقعا تو برنامه خیلی خوبیه. خواهش میکنم، تشکر زیاد میکنم. در خدمتتون هستم. بفهمید. بفهمید بفهمید. و پیشنهاد من از شما اینه که امین مجیب الرحمن انصاری که از ولایت هرات و از افغانستان می باشد، آیا اینا در هفته ها کدام هفته اینا سخنرانی دارن تا ما بتوانیم تعقیب کنیم؟ شد چشم میشون دوبار استاد انصاری انشاءالله صحبت خواهیم. چشم، امر دیگری هم دارید؟ متشکر از تماس شما، ممنونم. بیننده آخر برنامه امروز، سلام علیکم، برنامه حفظ قرآن کریم بفرمید. بیننده گرامی سلام بر شما، رو خط هستید بفهمید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خودتون رو معرفی میکنید؟ سلام علیکم. سلام بر شما، خودتون رو معرفی میکنید؟ سلام علیکم. سلام بر شما، صدای شما در حال پخش، صدای بندر دارید؟ سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. ظاهرا ایشون صدای بندر ندارن. سلام علیکم. اگر صدای منو دارید خودتون رو معرفی کنید. سلام علیکم و رحمت. متاسفانه تماسمون با ایشون هم قطع شد. به همین قدر اکتفا میکنیم در برنامه امروز. برادر عزیزمون عبدالناصر جان از هرات درباره استاد مجیب الرحمن انصاری عزیز پرسیدید. حضرت مولانا روزهای جمعه برنامه غرب آسیا دارن، به صورت زنده پخش میشه در ساعت 7 هست به وقت مکه مکرمه و ساعت 8:30 به وقت کابل، و میتونید که بیننده برنامه های این عزیز باشید در روز جمعه به صورت زنده در قالب برنامه هایشون در حضور دارن در غرب آسیا روز جمعه، و برنامه دیگری حضرت مولانا دارن به اسم الگوهای هدایت که در طول هفته به صورت ضبط شده پخش میشه درباره صحابه رسول صلی الله علیه و سلم، و همچنین صحبت هایشون در مجالس علما هم به صورت پاره وقت پخش میشه که میتونید انشاءالله پیگیر برنامه حضرت مولانا باشید. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که تماس گرفتن و تشکر خاص دارم از برادر عزیزم محمد عبدالله جان که تلاوت بسیار زیبای ایشون رنگ دیگری بخشید به برنامه ما و حال هوای دیگری داد. ماشاءالله از تاجیکستان در قرعه کشی ما بیشتر از دیگران هست. ماشاءالله امروز هم یک برادر یک خواهر از تاجیکستان به جمع قرعه کشی ما اضافه شد. از همه عزیزانی که پشت خط موندن پوزش میتونم. در برنامه بعدی انشاءالله ما سوره های مائده و انعام رو انشاءالله به همراه شما عزیزان و اعراف، این سه تا سوره رو خواهیم داشت، مائده، انعام، اعراف. عزیزانی که میخوان در مسابقه شرکت بکنن در یکی از این سه تا سوره میتونن مشارکت بکنن، مائده، انعام، اعراف، در برنامه بعدی مسابقه حفظ قرآنی ما.
تشکر میکنم از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید. تشکر خاص دارم از رفیع جان کارگردان محترم برنامه و هیئت همراه، از مهندسان الله، از احمد جان و جاوید جان و منیر احمد و عبدالله جان عزیز که پشت صحنه هستن و همه عزیزانی که تلاش میکنن تا این ارتباط بین ما و شما و قرآن همچنان پای و جا باقی بماند. در پایان از الله متعال برای همه گذشتگانمون رحمت، بخشش و مغفرت رو خواهیم. الله نگهدارش. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا.